Tişka. آهای تیشکا، تیشکا با تو هم بله خانوم، الان میام. چه قیافه ای، چه ریختی مردک، چرا سرتو شونه نزدی؟ خانوم شونه زدم. صورتت هم که نشست. نه نه، شستم، همیشه همونطوری که دستور دادید میشونم. اون آلمانی زنگوله رو آورد؟ بله خانم آورد، بله آورد. خیلی خب بیار ببینم، نردبونم بیار. بله. خوبه، حالا گوش کن. گرچه اصلا هر زدن با تو چه فایده ای داره، اینقدر خنگی که آخرش هم چیزی نمیفهمی. اختیار دارید خانم، چرا نفهمم؟ من لطف و محبت شما رو خوب میفهمم. خیلی خوب، خیلی خوب گوش کن. هر وقت خانم می اومد این زنگوله رو دوبار به صدا در بیار. بچش خانم. ولی اگر آقای اومد یه بار. بچش خانم. اما اگه زن یا خانم ناشناسی اومد که سر و وضع حسابی نداشت زنگ نزن. بچش خانم. اگه بقال یا کاسب بازاری هم اومد که اصلا زنگ نزن. بچش خانم. نه فهمیدی؟ بله فهمیدم خانم، کاملا فهمیدم. بس دیگه احتیاج نیست بیام اطلاع بدم. چرا؟ حتما باید بیای و اطلاع بدی. بس میفرمایید اول زنگ بزنم و بعد اطلاع بدم. عجب احمقی هستی، چقدر تو خنگی. گفتم که برای این اشخاص زنگ نزن ولی بعدن اطلاع بده. به چشم خانم، به چشم. خیلی خوب، برو بالا زنگو به دیوار به تو. خب خانم اینجا خوبه بکنم؟ بالاتر. بالاتر اینجا خوبه؟ گفتم بالاتر. اینجا خوبه؟ صبر کن، صبر کن. کجا میزنی؟ پایین‌تر. خب اینجا خوبه؟ یکم بالاتر. نه نه، یکم پایین‌تر. بالاتر. پایین‌تر. وای خدای من از دست تو. احمق، مگه تو زبان آدمیزاد سرت نمیشه؟ چرا سرم میشه خانم؟ من میفهمم، خیلی خوب میفهمم. چی میگی؟ چرا پر حرفی میکنی؟ کارتو بکن. بله خانم. خانم میدونی چیه؟ من در جواب فرمایش شما که میگید که من نمیفهمم، میگم که من خیلی خوب میفهمم. بالاخره این زنگوله رو میکوبی یا نه؟ هر طور که خانم هم بفرماید. آی وای خدای من، خدای من، دیگه صبر و تحملم تموم شد. چقدر باید من صبر و تحمل داشته باشم؟ تو دیگه زاده به سرت. خانم به من رحم کنید، من فقط درباره فرمایش شما که می فرمایید من چیزی نمی فهمم، میگم که یعنی لطف و مرحمت شما رو خوب می فهمم. احمق، با من شوخید گرفته؟ حالا این نردبان رفتی که پرحرفی کنی؟ زنگو بکوب. خب کجا می فهمید بکوبم؟ احمق بکوب، هر جا دلت میخواد بکوب. صبر کن، صبر کن مردکی عیاش. حسابتو میرسم، جوری به حسابت برسم که خودت حظ کنی. خب اجازه. خانم من میفهمم، یعنی من خیلی هم بیم. خانم آقا خدای من، خدای من، خدای من، حتما گردن شکست. آبدا خانم، آی از دست تو. چه خبره؟ چه کار میکنی؟ هیچ کار، فقط تیشکا دوباره عقل از سرش پریده. یعنی زده به سرش؟ بله آقا، کاملا. ببخشید آقا، ایشون میفرماین که من زده به سرم. خب اگه من زده بود به سرم که از دردمون اگه کلفا میشدم، مگه میتونستم بازم بلند شم؟ روی پای خودم حالا میبینی که بیستم، میخواستم محکم روی میخ بزنم که یه دفعه دستم رد شد و
برگشتم افتادم پایین. دستت رد شد. بله افتادی. بله برو گم شو احمق. برو بیرون. بله چشم. معلومه که زده به سرش. شما اینجا چی کار میکردی؟ داشتیم زنگوله نصب میکردیم. به بازم زنگوله؟ به کجا؟ ها؟ این دیگه چیه؟ این چیه؟ اینجا تو اتاق پذیرایی؟ بله. پس میخواین این ناقوس وحشت رو اینجا به صدا درارین؟ حالا این توی همه خونه ها رسمه، در واقع مد شده. ببخشید خانم، اما این عین حماقته. این کار بیمعنیه. گرچه اصلا حرف زدن با شما بی نتیجه است. این کار از منطق بدوره. هر بار که این زنگ لعنتی به صدا در بیاد یه ذره جا میپرم بالا. آقای مرومسکی دیگه بسه، این حرفا چیه؟ چرا از جا بپریم؟ خواهش میکنم سر به سرم نزنید. من بهتر از شما میدونم که خونه باید چه ترتیبی داشته باشه. آقای مرومسکی، باید یه شب نشینی ترتیب بدیم. شب نشینی؟ چه شب نشینی؟ شما درباره کدوم شب نشینی صحبت میکنی؟ از همون شب نشینی هایی که همه میدن. مثل این که خودتون نمیدونین. چرا خودتون رو به اون رم میزنین؟ مثل همون مهمونی چند شب قبل. شما که گفتین این آخری شب نشینیه، دیگه مهمونی نمیدین. نمیشه، امکان نداره، جزء آداب و رسومه. خاصه طبقه اعیان و اشرافه. خوبه، خاصه طبقه اعیان و اشرافه. به گلک خاصه طبقه اشرافه. به من چه خاصه اوناست؟ بسه دیگه خانم، خوش خدمتی کافیه. شاید عقلتون از دست دادین. من عقلمو از دست دارم. بله، منو به زور کشیدین آوردین مسکو و شیرین کاریاتون رو شروع کردین. مهمونی پشت مهمونی، شب نشینی پشت شب نشینی، مخارج گزاف، آشنایی با این و اون، سر و صدا، دوندگی، ناراحتی. خانم منو خونه خراب کردین. این پسرای ساده پتروشکای قزاق و فراک تنش کردین، به شکل کلاغ درش آوردین. این پینوز بیچاره، این پیشکای احمق و لباس رسمی تنش کردین و عنوان دربانی و پیشخدمتی به اون دادین. از این زنگولا هر جا رسیده آویزون کردین و توی خونه صدای ناقوس را انداختین. بله، صدای ناقوس را انداختیم. آقا من به شما گفتم که این مده، همه مردم همین کارو کردن. خانم عزیز، مردم کارای احمقان زیاد میکنن، شما که نباید همه رو تقلید کنید. این چیه که اینجا گذاشتین؟ این چه ظرفیه؟ اینا چه حکمتی داره که جمع میکنین؟ اینها کارت ویزیته. ها؟ بفرما. اینا در واقع فهرست کاملی از بیکارها و پرچونها و اشخاص وراجه. مقصودتون این کارتای ویزیت؟ بله، این بیکارها ورگردا، مردمی که مثل بزازای دورگرد از صبح تا شب از این خونه به اون خونه سر میکشند و ورد زبونشون فقط غیبت و خبرچینیه. کارشون اینه که حرف این خونه رو به اون خونه ببرن. شما این حرفا رو درباره اعیان و اشراف میزنید؟ بله. واقعا که هم جای خنده داره هم جای گریه. نه خانم، جای خنده نداره، جای گریه داره. آقای مرومسکی، شما چه حرفا میزنین؟ قضاوت شما درست نیست. خودتون میبارین و خودتون هم میدوزین. شما که اصلا این طبقه رو نمیشناسین. علاقه ایم ندارم که بشناسم. بله، شما اون رو نمیشناسین چون یه عمری در همون ده خودتون استرژنه و زندگی کردین و از اونجا بیرون نیومدین. بیرون نیومدم. بله خانم، بیرون نیومدم. شما چرا ناراحتید که من در ده بزرگ شدم؟ شما که شب نشینی و مجالس رقص خودتونو مرتب برپا میکنید. آقا این وظیفه شماست. شب نشینی دادن؟ بله وظیفه شما. شب نشینی دادن؟ بله شما دختری دمه بخت دارین. وظیفه من اینه که مردم به صدا بزنم، دور خودم جمع کنم، بیایید اینجا و اونها هم این عالی جنابا بیان بخورن و بنوشن و برن و به ریشمون بخندن. پس به نظر شما گپ زدن با موجیکا، با دهاتی‌ها بهتره؟ البته که بهتره. وقتی آدم با یه موجیک صحبت میکنه، یا برای خودش سودمنده، یا برای اون، یا برای هر دو. ولی از زنگوله شما به چه کسی نفع میرسه؟ همش که نباید در فکر سود بود آقا. مگه فقط باید برای سود زندگی کرد؟ اگرم نباید، ولی لازمه که به فکر نفع هم باشیم. ما که گدا نیستیم. خب
اگرم نیستیم به کمک شما به گدایی میفتیم. اصلا حرف زدن با شما فایده ای نداره. میدونم شما دلتون برای اون ده کثیف و عقب افتاده و مردم عجیب و غریبش لگ زده، همون بهتره که برین اونجا بمونین و همون جام بپوست. خانم ما هم چندان فرقی با اونا نداریم. چه عرض کنم، من یکی که از دست اونا خیلی کشیدم. توی همین شب نشینی چند شب پیشمون ندیدین که دوست خانم استپانیدا چه کلابوغی مسخره‌ای سرش گذاشته بود و اون هیکل چاقش چطوری خودش رو وسط کاناپه چپونده بود؟ هر بار که چشمم به اون میافتاد قلبم میگرفت و تیر میکشید. نجیبی داشت، اتفاقا خیلی هم سنگین و متین لباس پوشیده بود. اختیار دارید آقا، چه چیزش متین و سنگین بود؟ مهمونا چپ چپ نگاش میکردن و میپرسیدن این دیگه کیه؟ اینقدر ناراحت شده بودم که دلم میخواست همونجا زمین دهن باز کنه و منو ببنده. خب پرسیدن که دلیل بر عیب داشتن نیست، من که در این کار عیبی نمیبینم. پس حالا بذارین بگم که عیب واقعی چیه. عیب واقعی اینه که دختر جوان ما لیدیا چی خونده، چی کار میکنه، چی میگه و چی میشنوه. تا لنگ زور که خواب تشریف داره، تازه ساعت 12 هم که از خواب بیدار میشه اولین کارش اینه که کارتای ویزیت رو زیر رو کنه. میبینید چه کارهای مهمی داره؟ بعدم پرسه زدن در شهر، بعد رفتن به تئاتر یا شب نشینی. اینم شد زندگی؟ ممکنه به من بگید که شما اونو برای چه کارهایی آماده کردی؟ چگونه تربیتی به اون دادید؟ چی به اون یاد میدید؟ میخوان یه دختر سر به هوا بار بیارید؟ پس به نظر شما چطور باید تربیتش کرد؟ چه چیزایی باید یادش داد؟ کار کردن خانم، نظم و ترتیب. آها خوب، در این صورت بهتره یه مربی آلمانی براش استخدام. میگم خونداری یادش بدید خانم، ضبط و ربط منزل، نظم و ترتیب. بله، پس بهتره یه مربی وطنی استخدام. منظورم سواده، خونداری، راه و رسم زندگی، عقل معاش. عقل معاش؟ خب پس یه مباشر استخدام کنیم. اجازه بدید خانم، من میگم چی میگین؟ چی میگین شما؟ حقیقت تلخه؟ بله 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 تلخه. خب بالاخره حرف آخرتون رو زدین، میخواین شب نشینی بدیم یا نه؟ نه نمیخوام. پس من خودم ترتیبش رو میدم، البته به خرج خودم. بسیار خوب، بدید. من نمیتونم دختر رو کنج خونه حبس کنم و خواستگارا رو رد کنم. شما فقط تو فکر این هستین که تا اونجایی که میتونین کمتر خرج کنین. قربان، دختر رو بدون خرج نمیشه عروس کرد، نمیشه شوهر داد. بفرما، این افکار مزخرف و کی تو مغز شما کرده که دختر رو بدون خرج نمیشه شوهر داد؟ خانم وقتی بفهمن دخترمون متین و سنگینه و از یه خانواده آبرومند جایزی هم داره، همه آدم‌های حسابی همینطوری هم قبولش میکنن، فوراً به خواستگاریش میان. ولی با خرج کردن و هوچیگری و هیاهو را انداختن چنان دامادی گیرمون میاد که بعد از زور قصه دق میکنی. پس بعقیده شما بهتره که بگه داتی، بگه لولوی سر خرمن قالبش. نه خانم، نمیگم به یه لولوی سر خرمن، برعکس به یه آدم حسابی. آقای مرومسکی، به یه آدم حسابی که ببرتش کنج ده و همونجا زنده به گورش کنه. خیلی خوب خیلی خوب، حالا که شما میخواین دخترتون رو به زور شوهر بدین، پس یه باره دست و پاشم ببندین و خانم بزورش... یه لحظه نفستون رو ببرید. شما که همینطور یه بند حرف میزنید. چی گفتید آقا؟ میگم یه لحظه ساکت شید، فرصت بدید. آقا این حرفا چیه که شما میزنین؟ سلام پاپا جان. بفرما، اینم خودش، دخترک زیبای من. دخترک شیطون من. سلام خاله جان. سلام. خب دیشب چه خبر بود؟ با کی رقصیدی؟ پاپا با خیلی ها. رقص مازورکا، با کرچنسکی رقصیدم. با کرچنسکی؟ بله پاپا. ببخشید خانم، به نظرم وقتشه که این آقا دیگه دور رقصیدن رو خط بکشه. چرا؟ خب برای اینکه دیگه سنی از اون گذشته، جوون که نیست، حداقل 40 سالی داره. چه حرفا، خیلی داشته باشه 30 خورده ای. اما اگه بدونین چقدر نرم و سبک میرقصه،
در رقصیدن معجزه میکنه، مخصوصا در والز. خیلی هم خوشه ایگل. من نمیدونم که از چه چیز این آقا خوشتون اومده. خب البته مرد برازنده ایه، آدم خوش برخوردیه، اما میدونین که میگن از اون قماربازای قهاره. دائم ورق بازی میکنه. جان من، اگه بنا به حرف مردم باشه که مردم زیاد حرف میزنن، فکر میکنم این آقای نلکینه که دائم بیخ گوش شما ور میزنه. خب این نلکین کجاها میره؟ با کیا رفت و آمد داره که یه کلمه حرف حساب بشن؟ بالا این روزا کی ورق بازی نمیکنه؟ اولا ورق بازی داریم تا ورق بازی، ثانیان همه که دست به ورق نمیزنن، همین نلکین ما اصلا کی دیده دست به ورق بزنه؟ شما هم با این نلکینتون حوصله ما رو سر بردین. دلم میخواست اونا توی شب نشینی میدیدین، اگه اونجا بودین عقیدتون در موردش عوض میشد. یه افتضاح واقعیه. همین دیشب به زحمتی یه دعوتنامه از فرانسیس براش دست و پا کردم و اونا به شب نشینی بردم. وارد سالن که شد فکر میکنید چیکار کرد؟ یه گوشه خزید و همونجا وایسادم، از همون گوشه سرک میکشید مثل حیوانات وحشی که از آدما میترسن. نه با کسی حرف زد و نه آشنا شد. بله این نتیجه زندگی کردن توی کنج ده. خب این که نقص مهمی نیست، چند روز تو اجتماع و مجالس کم بوده، این که عیب نیست. عیب نیست، نقص نیست. پس به نظر شما عیب و نقص چیه ها؟ در هر صورت من دیگه اونو به هیچ شب نشینی دعوت نخواهم کرد. همش در فکر اینه که خودشو به لیدیای عزیزم برسونه و با اون والز برقصه. رقصم که بلد نیست. وقتی نگاش میکنم دل تو دلم نیست که مبادا زمین بخوره و آبروی لیدیا جونمو ببره. شما چطور؟ خوب میرقصین؟ چقدر پرمدعا شدین؟ خیلی بلند پروازی میکنین. مواظب باشین خودتون زمین نخورین. نگران من نباشین، من هیچ وقت زمین نمیخورم. مواظب باشی که در همین مجالس اعیان و اشراف افتضاح به بار نیارین. از جانب من خاطرتون جمع باشه، افتضاح بار نمیارم. در هر حال مواظب باشین. خاطر جمع باشین، مواظبم. خاله جون، شما پدرمو ناراحت و عصبانی میکنین. چه کار کنم دیگه، حوصله‌مو سر برده. نلکین براش شده سر آمده همه ی جوونا. لیدیا عزیزم، دیشب موقعی که با کرچینسکی مازورکا میرقصیدی چی میگفتید؟ شما خیلی گرم صحبت بودید. چیزی نبود خاله جان. به زبان فرانسه حرف میزدید؟ بله. چقدر زبان فرانسه رو دوست دارم. من که نمیتونم خوب فرانسه صحبت کنم، ولی خیلی این زبان رو دوست دارم. خب تو حالا دیگه خوب صحبت میکنی؟ بله خاله جان خوب صحبت میکنم. چطور؟ تلفظش خوبه؟ بله خیلی خوبه. آره خیلی هم با نمک حرف میزنه. وقتی ریز ریز و تون تون صحبت میکنه مثل اینی که به جای کلمه نمک از نمکتون میریزه. متوجه شدی که تکی کلامش کلمه پر بلوه؟ به جان بکار میبره. لیدیا عزیزم، تو چرا این کلمه رو بکار نمیبره؟ چرا خاله جان، منم گاهی این کلمه رو میگم. خیلی خوبه خیلی خوبه. ببینم عزیزم، تو چرا اینقدر غمگینی؟ نمیدونم خاله جان، نمیدونم چرا. چطور براتون بگم؟ بگو عزیزم بگو. بگو ببینم چی باعث ناراحتیت شده. راستش خاله جان، دیشب از من خواستگاری کرد. کی؟ کرچینسکی؟ راست میگی؟ به تو چی گفت؟ راستشو بخواید خاله جان، من کمی خجالت میکشم. به من گفت که دوستم داره، که خیلی هم دوستم داره. خیلی خوب خیلی خوب. تو چه جوابی دادی؟ خاله جان من اصلا قادر نبودم جوابی بدم، زبونم بند اومده بود. فقط پرسیدم واقعا منو دوست داری؟ دیگه چی گفتی؟ دیگه قادر نبودم چیزی بگم. عجب، دیدم داری با روبان لباست ور میری. خب بعد چی شد؟ خب واقعا دیگه چیزی به اون نگفتی؟ عزیزم من که یادت داده بودم چی باید بگی. بله خاله جان بله، من به اون گفتم پاغل اماتوند امون اپاپا. خب خیلی خب. لیدیا عزیزم تو کار درست کردی. خاله جان دلم میخواد گریه کنم. گریه کنی؟ چرا؟ مگه از این خوشت نمیاد؟ نه خاله جان خیلی هم خوشم میاد.
خاله جان، خاله جان، خاله جان عزیز، من دوستش دارم. خیلی خب عزیزم، بسه، خودت رو لحظه نکن، صبر کن. این که عیب نداره عزیزم، اون آدم خیلی خوبیه، آشناهای سرشناسی داره، همه اشخاص مهم رو میشناسه. بله خاله جان، بله، همه رو میشناسه، با همه آشناست، همه یه مهمانان شب نشینی رو میشنه. آره آره آره، من فقط از پاپا جان میترسم. پاپا جان دوستش نداره، دائم از من میخواد که با نلکین ازدواج کنه. نه عزیزم، پدرت که بدی تو رو نمیخواد. اگه پدرت نلکین رو به تو پیشنهاد میکنه، دلیلش اینه که اونو میشناسه، همسایه‌مونه، توی ده زندگی میکنه، ملکش پهلوی ملکمونه، به قول معروف همسایه دیوار به دیواره دیگه. برای همینه که پدرت دلش میخواد با نلکین ازدواج کنه. پدر جان میگه که نلکین مرد نیک‌نفس و مهربونی. آره آره عزیزم، توی دنیا همیشه همینطور بوده، آدم های خل مهربون. سگی که نمیتونه گاز بگیره دوم تکنه. لیدیا عزیزم، ولی اگه زن کرچینسکی بشی، میدونی چه زندگی برات درست میکنه، چه دوره ها، چه مهمونی هایی برپا میکنه. خودت میدونی که ذوق و سلیقه این مرد توی همه کارا فوق‌العاده. بله خاله جان، بله، واقعا سلیقش فوق‌العاده است. آره دیدی از برلیان ما چه سنجاق سینگ زیبایی درست. زیبا. سالا بود که این برلیان مثل یه تیکه سنگوشی و صندوقچه افتاده. آره. ولی حالا 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 هر کس سنجاق سینتو میبینه از زیباییش متحیر. زیباست. خیلی خوب عزیزم، من خودم با پدرت صحبت میکنم. خاله جان، کرچینسکی به من گفت که خیال داره از مسکو بره. کی؟ به زودی؟ بله همین روزا. برای چه مدت؟ نمیدونم خاله جان. آه، پس باید به اون جواب داد. بله حتما باید جواب داد. خیلی خوب خیلی خوب، من خودم با پدرت صحبت میکنم. خاله جان بهتر نیست که اون خودش با پاپا جان صحبت کنه؟ شما که میدونین چقدر زرنگ و باهوش و تو دل بروه. خیلی خوب خیلی خوب، هر طور میلته، البته من که مادرت نیستم. خاله جان چرا ناراحت شدی؟ من که قصدی نداشتم. خاله جان منو تنها نذارین، شما برای من هم مادر هستین هم خواهر، شما برای من همه چیز هستین، شما میدونین که دوستش دارم. خاله جان، خاله جان اگه بدونین چقدر دوستش دارم، عاشق شدم. خاله جان این کلمه عشق چه کلمه نیرومندیه. خیلی خوب خیلی خوب، کافیه، آروم بگیر. خاله جان من اصلا حال خودم رو نمیفهمم، قلبم میزنه بعد یهو از ضربان میفته، نمیدونم، هیچ نمیفهمم دلیلش چیه. چیزی نیست، اینا رفت میشه. مثل این که پدرت داره میاد، همین حالا مسئله رو حل میکنیم. خب چه خبر؟ میدونین کرچینسکی شما از من میخواد همراهش به مسابقه اسب دوانی برم. من که علاقه‌ای به اسب دوانی ندارم، برم اونجا چی کار کنم؟ چه عیبی داره؟ اقلا مردمو که میبینیم. مردم؟ ما میریم اسبا رو تماشا کنیم، نه مردم. آقای مرامسی، معلوم میشه شما از هیچی خبر ندارید. میدونین که الان چه منده عالی اونجا هست، همه ی اعیان و اشراف درجه اول شهر اونجا جمع. منو خفه کردین با اون منده عالیتون. توف بر این زنگ، این چه وضعیه؟ من دست این پیشگاه احمق رو قطع میکنم که این زنگ رو اینجا آویزون کرد. حوصله منو سر بردید خانم. با شما هستم، خواهش میکنم این زنگ رو دور بندازید. نمیشه آقای مرامسی، هرچی میخواییم بفرمایین بگین، اما نمیشه. حالا این زنگوله ها مده، در همه خونه ها آویزون میکنن. این حرفا کدومه؟ عجب گرفتاری شدیم. بابا من زنگوله نمیخوام، مگه زوره؟ آقا چرا اینقدر داد میزنین؟ آه خدایا، اقلا از غریبه ها خجالت میکشی. آقای نلکین، چه عجب. آقای مرامسکی کجا هستید؟
مدتی پیداتون نیست، دلم براتون تنگ شده بود. بله آقای مرومسکی، بله بله گرفتار بودم، هر شب شب نشینی. اما شما خانم آنا عجب زنگ پرصدایی نصب کردید، خیلی پرصداست. ببینین اینو من تنها نمیگم، ایشونم با بنده موافقن. در ضمن آقای مرومسکی به شما بگم که دیشب به منزل کنتس دعوت داشتم، از پله ها که بالا میرفتم همه اتاقا مثل روز روشن بود. من که با خونه کنتس آشنایی نداشتم، چپ و راست پیش خدمت ایستاده بود، اما با لباس های مخصوص، با نوارای زردوزی شده. نمیدونستم تالار پذیرایی کجاست. از پله ها بالا میرفتم، به این طرف و اون طرف نگاه میکردم که کجا باید برم، که یهو چنان صدای بیخ گوشم بلند شد که گویی آب جوش روی سرم ریختن. از جا پریدم، اصلا نفهمیدم چطور منو به تالار شب نشینی بردن. آقا اونا شما رو همینطور کشن کشن به تالار بردن. خانم به شما میگم که شما با این زنگوله هاتون بالاخره من از خونه فراری میدیم. آقای مرومسکی پس شما تصمیم دارید به دهتون به استرشنو برگردید؟ نه خیر آقا، فعلا همچین تصمیمی نداریم، شاید اوایل فصل بهار برگردیم. حالا بریم ده چی کار کنیم؟ بفرما. نمیدی چی میگه؟ خانوم باید دستورای لازم و داد، نظارت کرد، برای تابستان آماده شد، زمین ها رو باید کود داد. بدون کود شما خانوم قادر نیستید که مخارج مهمونی ها رو تأمین کنید. پس اون ایوان سیدوروف شما مباشرتون چه کار است؟ مگه نمیتونه دستور بده زمینا رو کود بدن؟ نه خانم نمیتونه. نمیفهمم، عجیبه. مگه این کارا کار ملاکه؟ مگه پهنو باید مالک روی زمیناش بپاشه؟ بله خانم، خود مالک. آها شما عجب مشغولیت جالبی دارید. به همین دلیله که همه ورد شکست شدن ولی من هنوز. به خاطر پهن؟ بله به خاطر پهن. آقای مرومسکی اقلا این حرفا رو به دیگران نزنین که به شما میخندن. خانم محترم من اهمیت نمیدم که دیگران به من بخندن. خداوند مرا عاقبت سکته میکنم، دیگه نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. خانم محترم دیگه نمیتونم اینطور زندگی کنم. آقای مرومسکی صبح بخیر. صبح بخیر آقای کرچینسکی. صبح به این زودی خودشو رسول به اینجا. دلغک واقعا که دلغکه، چه میشه کرد؟ میدونه چطور زنها رو سرگرم کنه، برای همینم زنها از اون خوششون میاد. اما اون از دست این زنها، این زنها چی میخوان؟ چی براشون جالب توجه؟ دستکشای زرد، کفشای برقی، ریش پروفسوری، آدم حوچه چخان. خانم آنا شما چه زنگی آویزون کردید؟ ستکس غاوردینه، درست مثل زنگ پارلمان میمونه. پارلمان؟ پارلمان؟ کدوم پارلمان؟ خیلی صدا داره. آقای کرچینسکی قربونت برم، متشکرم، از صمیم قلب سپاسگزارم. خب خانم ملاحظه میفرمایید، ایشون هم عقیده دارن که این زنگ بیش از حد بزرگه. موضوع چیه؟ ببخشید، منظور اینه که این زنگ هیبت اهریمنی داره. صدای اجنه داره. من از صدای این زنگ مریض شدم. واقعا مثل زنگ مجلس ملیه، مثل این که میخوان با این زنگ مردم شهر رو برای شرکت در اجتماع دعوت کنن. بله بزرگه، واقعا بزرگه، به علاوه فنردارم است. از در واقع میشه گفت امرتو، یعنی چکشیه. بله دیدم این زنگا رو میشناسم. چه زنگا رو میشناسی؟ مسلمه که تو باید بشناسی. چرا که نشناسی؟ تو متخصص زنگای خونه های مردمی. منتقد هستیم، گفتم به شما که این زنگای استاد آلمانی برام درست کرد. بله بله بله، از اون زنگای بسیار خوبه، فقط باید اون رو در راه پله، باید اون رو اون پایین نصب. همینو بگو قربون دهنت، مثل اینکه کوهی رو از رو دوشم برداشتی. های تیشکا، تیشکا، های تیشکا، تیشکای زنگوله چی؟ بیا اینجا، بیا اینجا، زود این اهریمنو از اینجا بکن. چش بابا الان. خب
لیدیا خانم بفرمایید ببینم، بعد از شب نشینی دیشب شما خوب خوابیدید؟ خوب استراحت کردید؟ نمیدونم چرا سرم یه کمی درد میکنه. نه ست مغویو، یعنی خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. بله واقعا خیلی خوش گذشت. ولی آقای مرومسکی نمیدونید دیشب لیدیا خانم چه جلوه ای داشت. چقدر جذاب، شاداب، دوست داشتنی شده بود. آدم دلش میخواست ساعت ها بنشینه فقط اونو تماشا کنه، لذت ببره. آقای کچینسکی انقدر تعریف نکنین، چون که اینطوری یکم هم از خودتون تعریف میکنین. چطور از خودش تعریف میکنه؟ یعنی چطور؟ واضحه پاپا جان، چون که آرایش من ابتکار آقای کچینسکی بود. بنو خاله جان در این باره با ایشون مشورت کرده. چی میگی؟ واقعا حقیقت داره؟ شما رو به خدا بگید ببینم چطوره که شما در همه کارا سررشته، هم در کارهای روزمره و عادی و هم در کارهای بزرگ و مملکتی. چه میشه کرد آقای مرومسکی؟ استعداد خدا داده. میدارید شما کمی در باغ گردش کنیم تا استعدادهای دیگر خودم رو در سایر زمینه ها براتون تشریح کنم؟ یعنی میفرمایید به باغ برید؟ بله بله. شما فراموش کردی؟ منظور حضرت عالی رو نمیفهمم. ولی من فراموش نکردم. درسته که من طرز آرایش رو به خانوم ها توصیه میکنم و ولی وعده هایی رو هم که میدم هرگز فراموش نمیکنم. بازم یادتون نیومد؟ منظورم گوساله است. بله 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 بله. خب چی شد؟ گوساله رو از ده آوردن؟ بله آوردن، الان اونجاست. نیم ساعتی که در باغ شما شر به پا کرده، جفتک میپرونه. عجیبه، بسیار جالبه، بریم ببینیم. میدم اون قویم تو سویت، یعنی الان ما برمیگردیم. برمیگردیم، برمیگردیم. به این باید گفت مرد، یه مرد کامل حسابی و اشراف زده، یه آدم متمدن، شرمان. بله بله، از اون آدم هاست، سر حال و سرنگ. ولی با همه اینها میدونید که شهرت خوبی نداره. کی میگه آقا؟ اینا از کجا شنیدین؟ از کدوم خراب شده ای؟ آه وحشتناکه، میگن از اون خماربازای قهاره. باید ببخشید آقا، اما شما با این حرفای من در آوردی و داستانای عجیب و غریبتون حوصله منو سر بردین. آدم به جز سخن چینی و غیبت چیز دیگه ای نمیتونه از شما بشنوه. شما که مسکو رو نمیشناسید آقا، خب معلومه از هر آبری هر چه بشنوین همینو به این و اون بازگو میکنین. آقا جون اینطور نمیشه توی شهر زندگی کرد. شما جوونین، باید با احتیاط حرف بزنین، توی انتخاب آشناهاتون هم بیشتر دقت کنین. مثلا همین چند شب پیش در تئاتر کی همراهتون بود؟ پلوی کی نشسته بودین؟ یکی از بنکداران مهم مسکو. از بنکداران مهم؟ بفرمایید، رفته با بنکدار مهم طرح آشنایی؟ ببخشید خانم، اون مرد ثروتمندیه، اگه بدونید چه خونه و چه دم و دستگاهی داره. خب داشته باشه، این روزا هر آدم بازاری خونه داره. مگه بنکدار وصله تن شماست؟ اونم در حضور مردم. خب حالا هر کس از طبقه اعیان اشراف شما رو با اون ببینه، دیگه شما رو به منزل خودش دعوت نمیکنه. خانم آنا، منم ابدا تو فکر اینجور دعوت ها نیستم. چرا این حرف رو میزنین؟ یعنی ما در فکر اینو دعوت ها هستیم؟ دوشیز لیدیا ببخشید، من قصد خاصی از گفتن این حرف نداشتم. مطمئن باشید من قصد کنایه زدن نداشتم، من فقط... خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، کافیه، شما رو میبخشیم. علی آقا بهتره که از غیبت کردن دست بردارین، رسم روزگار اینه. اگه خیرخواه و نیک نفس باشی میگن که یارو خله، اگه ثروتمند باشی میگن عجیب الخلق است، اگه عاقل باشی میگن فرومایه است، یا چه میدونم نسبت های زشت دیگه این اثرت میکنن. رسم دنیا همینطوره. اصلا به کار مردم چی کار دارین؟ هر کس هر چی هست برای خودش خوبه. آقای کرچینسکی عزیز، متشکرم، ممنونم، شرمندم کردی. خواهش میکنم، خیلی لطف داری، قابل شما رو ندارم. واقعا منو شرمنده کردی. چطور باید جبران کنم؟ لیدیا، لیدیا جان. بله پاپا جان. اونجا رو ببین، میبینی اونجا؟ کرچینسکی گوساله ای برام هدیه. وای عجب گوساله ای خوبیه پاپا جان. مهمه که
تصورشو نمیتونی بکنی. چه چشمهایی، چه کلهی، چه پوزی، چه شرفه. این گوساله از املاک خود شما؟ بله بله بله. دامداری هم داری؟ بله بله، دامداری ما خیالیه. شخصا به گلداری علاقمندی؟ خیلی. عجب، خدای من. سبزی کاری و باغداری چطور؟ به اونم علاقمندی؟ بله علاقمندم، خب معلومه. اما مثل اینکه از زندگی در ده خوشتون نمیاد. کی به شما گفته؟ برعکس، زندگی در ده رو میپرستم. ده در فصل تابستان بهشت مجسمه. چه هوایی، چه سکوتی، چه آرامشی. وقتی آدم در باغ، در دشت، در جنگل قدم میزنه، همه جا حس میکنه که اربابه، همه چیز مال اونه. به خصوص از این احساس که همه جا، حتی افق نیلگون مال اونه، لذت میبره. این احساس عالیه، اینطور نیست؟ منم همین احساس دارم. صبح سحر آدم بلند میشه میره به صحرا، سراسر دشت رو گرمی مطبوعی فرا گرفته، عطر گلهای صحرایی و سبزه در فضا پیچیده، سری به استبل میزنه، بعد به گلخانه، بعد به جالیز. چقدر همه اینها لذت بخش. سر خرمن چطور؟ بله سر خرمن، به هر طرف نگاه میکنی همه چیز در حرکت و جوش و خروشه، همه مشغول کارن، مشغول کار، آرام البته، کار بدون جنجال و دغدغه، کار با صفا، مفید و مسالمه. واقعا که کار آروم و با صفا. بله بله. میبینی خاله آنا؟ مردم دانا درباره ده چه عقیده‌ای دارن؟ بله بدین ترتیب هم خودت رو سرگرم کردی، هم به امور ملک سرکشی کردی و هم اشتها به دست آوردی. برمیگردیم به منزل. خب آقای مرومسکی بفرمایید ببینم در این موقع انسان دیگه چی میخواد؟ به چی واقعا نیاز داره؟ به چای. دقیقاً به چای. نه خیر آقا، از چای واجبتر، مهمتر از چای چیه؟ نمیدونم. عجب آقای مرومسکی، یعنی شما واقعا نمیدونی؟ شما واقعا نمیدونم. آقا به زن، به همسر احتیاج. راسته، واقعا همینطوره. اون همچه زنی، ببینید مثل این لیدیا. بله، یعنی در واقع خوشیکل، موبور، آرام، مهربان. از راه که برسی سرش رو با دو دست میگیری، گونه هاش رو میبوسی و میگی سلام همسر عزیزم. عزیزم چای حاضری؟ خدای من، این چه حرفیه که شما میزنید؟ در این صورت همسرتون هیچ وقت نباید سرش رو آرایش کنه. ناراحت نشید مدامن، شما که میدونید اگه شوهر آرایش سر زنش رو به خاطر نوازش به هم بریزه دلخور نمیشه، بلکه برعکس وقتی شوهر این کار رو نکنه زن دلخور. آقا سماور روی میز غلغل میکنه. در همین موقع پدر بزرگ وارد اتاق میشه، موهای سرش مثل برف سفید، به عصا تکیه کرده، دعای خیرش رو بدرقه راه دختر و البته دامادش میکنه و نوه شیطونش هم از درس کتک مادر به او پناه میاره، دورو برش میپلکه. بله اینه که میگن زندگی واقعی در ده. بله اینه که میگن زندگی در ده. خب مادمازل لیدیا، شما چطور؟ ده رو دوست دارید؟ خیلی دوست دارم. تو که هیچ وقت ده رو دوست نداشتی. نه خاله جان، دوست دارم. آقای کریچنسکی، من کبوتره رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم که با دسته خودم به اونا دونه بدم. گل رو چطور دوست داری؟ بله گلم خیلی دوست دارم. خداوند، حالا دیگه همه چیزو دوست داره. اما واقعا خیلی پرحرفی کردیم. من آقای مرومسکی، بله. موقع رفتنه، لباساتون رو بپوشید، دیر میشه، چون که حالا همه اونجا جمعند. از جمعیت هنگامه ای برپا. بله. چرا نه؟ میدان است. چه عیب داره، ما هم میریم.
خوب نیست دعوتشون رد کنین. مرد بسیار مهربونی. پاپا جان خودتونو مرتب کنین، لباس خوبی بپوشین. حالا هنوز زوده که شما خودتونو به پیری بزنین. پدر جان عزیزم، پدر جان، پدر جان بیاین. خوو مدمزل لیدی، آفرین، احسنت. حال همینطوره محکمتر. واقعا چرا چرا باید خودش رو به پیری بزنه؟ من خودم رو به پیری زدم. چرا؟ اما چه دختر شیطانی دارم. بیایی بدم، بیایی بریم، بیایی. خب مدام آنا، دیدی چه تابلویی از زندگی در ده ترسیم کردم؟ پسندیدی شما؟ خوشتون اومد؟ شما واقعا دهو دوست دارین؟ کی؟ من؟ چه حرفا؟ مادام آنا، من مخصوصا اینها رو گفتم. چطور مخصوصا؟ خب برای این که پیر مرد رو خوشحال کنم. این کار که گناهی نداره. نه نه، خیلی خوب تشخیص دادید. وقتی کسی از ده تعریف میکنه، تو دل پیر مرد قند آب میشه، خیلی خوشش میاد، گل از گلش وا میشه. خب میبینید، پس تصدیق میکنید که رفتار درستی کردم؟ ولی مادام آنا، مایلم شما علت واقعی حرفای منو درک کنید. منظورتون از علت واقعی چیه؟ نه خانم، کیه که قدر شما رو ندونه؟ کیه که قدر زحماتی که شما برای تربیت و پرورش مادمازل لیدیا کشیدید رو ندونه؟ پس شما نمیدونین. شما نمیدونین آقای مرومسکی نه فقط قدر منو نمیدونه، بلکه منو سرزنشم میکنه. کی قدر شما رو نمیدونه؟ این پیر مرد. مادام آنا شما باید اونو ببخشید. آخه اربابه، مالکه. این جماعت به جز به طویله و کود به هیچ کس و هیچ چیز دیگه توجه نداره. بله بله، واقعا همینطوره. آره همین امروز صبح بود که مرومسکی به من میگفت همه ملاکین برای این ور شکست میشن که به موقع به فکر کود نیستن. ملاحظه میفرمایید؟ میبینید فهمشون چه اندازه است. خانم آنا، حالا خانه شما بهترین خانه ها، همه چیز در اون هست، فقط یک چیز کم داره، اون هم مردی. اگه شما مردی حسابی داشته باشید، مردی زرنگ، باهوش، متمدن، آقا، به قول فرانسوی ها مردی کامل، کومیلفو، اون وقت دیگه خونه شما خانه درجه یک شهر خواهد بود. بله بله، من در این باره با شما موافق. مادام آنا، من نوجوان نیستم، سرد و گرم زندگی رو چشیدم. بله زندگی رو خوب میشناسم، میدونم که سعادت واقعی در ازدواج با دختری تربیت شده اصیله. از شما خواهش میکنم، خواهش میکنم این سعادت رو از من دریغ ندارید. سرنوشت من در دست شما. یعنی چطور سعادت و سرنوشت شما در دست منه؟ من منظور شما رو نمیفهمم. منه به غلامی خودتون قبول کنید. من میخوام از شما مادام آنا، خواهش میکنم که از لیلیا خانم همشیر زادتون یه جورایی خواستگاری کنم. بله 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 بله، میدونین خوشبختی لیلیایی عزیزم بیشتر از اون چی که شما تصورشو بکنین برای من مهمه. مادام آنا، من یقین دارم که اون با شما خوشبخت میشه. مادام آنا، یک دنیا از شما سپاسگزارم. تمام. شما هنوز در این باره با آقای مرومسکی صحبت نکردین؟ نه هنوز. موافقت اون حتما لازمه. بله بله بله، میدونم این مسئله مثل استخون تو گلوم گیر کرده. چیزی گفتین؟ بله، میگم که رضایت والدین چیزیه که باید بگم. چطور بگم؟ بله، پا
پایه و اساس بنای زندگیه. بله بله واقعا همینطوره. اما چه موقع این مطلب را با اون در میون بگذارم؟ راستشو بخواین خود منم کمی تردید دارم. آه بله بله بله، میدونید مثل این که الان بهترین موقع است. یعنی من حالا باید برم به مسابقه اسب دوانی. خب اونجا همه منتظر من هستن، با شاهزاده ولادیمیر بلسکی شرط بندی بزرگی کردم. شما اونو کمی نگه دارید، سر صحبت رو باز کنید، بگید که من عجله داشتم، میترسیدم دیر کنم، بگید که اونجا همه منتظر من بودن، در ضمن مسئله خواستگاری من رو مطرح کنید. بله بله بسیار خوب بسیار خوب فهمیدم. خدا حافظ. مادامان سرنوشتم به دست شماست، پس به دست شما می سپارم و میرم با اجازه. خدا حافظ. مطمئن باشین هرچی از دستم بر بیاد کوتاهی نخواهم کرد. آدیو. باز یه جالب توجهی، درست 1,000,000 به جیبم سرازیر میشه. 1,000,000. به چه نیروی این 1,000,000. خوبه، حالا مسئله دلیلی که این کلک رو بکنم یا نکنم. وای غرقابه، ورطه هلاکته، هرچه بادا بود. میزنیم به سیم آخر، بانک رو میخونیم. فرضی احتمالاته، همینو بس. خوب اما احتمالات از چه قراره؟ در این کار احتمالاً عواملی علیه من خواهند بود. اول مرومسکی، گرچه این آقا خرفت و کودنه ولی کارها رو سرسری نمیگیره، دوست داره که کارها رو بر پایه محکم بنا کنه. دوم نلکین، خب این یکی هم پوچ و توخالیه، علاوه بر این مرد میدون نیست اما طرفدارانم. اول صاحب زن، یعنی مادام آنا. دوم مادمازل لیدیا. سوم گوساله. خیال میکنید گوساله پدیده خیلی مهمیه؟ اون تاثیر روحی عمیقی در همه میگذاره. خب پس نسبت احتمالات 2-3. عجب، پس احتمالا من داماد میشم، ازدواج میکنم. پس برم. داماد میشم؟ پروردگارا، دارم خواب میبینم ازدواج میکنم؟ با کی؟ با لیدیا؟ آقا جون این کلاه برای سرت گشاده، این یکی رو کور خوندی. دیدم وقتی که با مرومسکی صحبت میکرد دائم به موضوع زن و خانواده گریز میزد، میگفت همسر لازمه. چه پر رو، بی چشم رو چه حرفا که نزد. از اون چه خانه هست، حراف و بزلگو، شجاع و جسور، شیطان و مجسمه. اما این ملعون، با همه اینها نمیذارم سر این پیره مرد کلاه بذاری. خوشبختانه تو اینجور چیزا کلش خوب کار میکنه، منم کمکش میکنم. کور خوندی آقا، با همه این در باغ سبزها که نشون میدی، ما از اونایی نیستیم که زود ذوق زده بشیم. تا از ته و توی کار سر در نیاریم نم پس نمیدیم. ظاهرتو خوب درست کردی، ولی ما به باطنتم کار داریم. گول ظاهرتو نمیخوریم، آستر لباستم وارسی میکنیم ببینیم مثل رویش آراسته هست. سب کن، طوری از این خونه بیرونت بندازم که خودت حس کنی. از کسافت کاریتم بیخبر نیستم، جست گریخته چیزایی شنیدم. همین دیشب تو باشگاه چیزایی به من میگفتن. همین الان بریم. تاوتوی کارو که خوب در آوردم، برای پیرمرد میریزم روی دایره. میگم قربان مواظب خودتون باشید، بیگدار به آب نزنید. آی نلکین، نهارا که پیش ما میمونی؟ بله بله قربان، میمونم. من اونا رو خوب میشناسم، کافیه که یه خورده ملایمت به خرج بدی، دیگه حتی یه کوپک هم پرداخت نمی کنن. آی کاندراتی، بشنوی، همینطور که گفتم بنویس، بنویس همه رو به بیگاری بکشید. آی کرچینسکی کجاست؟ آی کرچینسکی، به آکی من بنویس، بنویس که اونم به بیگاری با می دارم. پا
پس اونو برای چی اونجا گذاشتم؟ این چه طرز نظارته؟ ما عجب مباشری پیدا کردیم. روز به روز شکمش گنده تر میشه، روز به روز بر قطر شکمش افزوده میشه، ولی از سهم مالک روز به روز کاسته میشه. واقعا چه نظمیه آقای کرچینسکی؟ آقای مورامسکی؟ بفرمایید خانم، اینم فایده ی زندگی در مسکو. مگه چی شده؟ چی شده؟ ملک گالوفکا 7000 روبل کسر آورده. 7000 روبل نقره؟ بله بله نقره. نمیفهمید؟ مثل اینکه پاک بالا خونتون اجاره دادین. پس این ایوان سیدوروف شما اونجا چه غلطی میکنه؟ شما سفری به ده بکنید و از اون بپرسید. ایوان سیدوروف در اینجا چه غلطی میکنه؟ خدا بگم چه کارتون بکنه. آقای کرچینسکی؟ از کجاست این آقای کرچینسکی؟ رفت، خیلی عجله داشت، گفت اگه نرم دیر میشه. مسابقه اسبونی؟ بله بله، به مسابقه اسبونی. همه اونجا منتظرشن. چابک سوارا، داورا، اعضای باشگاه، مثل اینکه شرط‌بندی بزرگی داشت. اونجا میبینمش. میخواستم مطلبی رو بهتون بگم، بهتره چند دقیقه صبر کنین. بفرما. حالا باید صبر کنم؟ مثل اینکه مسخره شما شدم. اول اصرار میکنید که برم، بعد که حاضر میشم میگید صبر کنم. شل کن صف کن در آوردین. کار واجبی با شما دارم. کار؟ چه کاری؟ لابد از همون کارهای پوچ و بیارزش همیشگی. خیر، حالا خواهید دید که اینطور نیست. صبر کنید. چند دقیقه پیش صحبت مفصلی با آقای کرچینسکی داشتیم. شما هر روز با اون مذاکرات مفصل دارید. مشکل بتونید هرمه رو تعریف کنید. اشتباه میکنید، خیلی هم اشتباه میکنید. تعجب میکنم که شما هیچ متوجه نیستین، هیچ نمیفهمید. آره، هیچ نمیفهمم. مگه متوجه نیستیم که این مرد هر روز به منزل ما میاد؟ مرد خیلی خوبیه، متمدن، با همه اشخاص سرشناس آشناست. خب بذار بره پیش همون دوست و آشنایان سرشناسش. آقای محترم، شما دختر دارین. من 20 ساله که این مطلب رو میدونم. به علاوه من بهتر از شما میدونم که دختر دارم. و این مسئله هیچ چیز به شما نمیگه. هیچی؟ آه خداوندا، خداوندا، خداوندگارا. نفهمیدم منظورتون چیه؟ نکنه مقصودتون اینه که این آقا قصد خواستگاری داره و برای همین به منزل ما رفت و اومد میکنه؟ خب بله، مگه لیدیا عزیز من عروس مناسبی برای اون نیست؟ اون که عاقل مرده، بدیهیه که جوجه خروس نیست. بیانابه لیدیا جان هرگز زن اون نخواهد شد. خیلی خوب، اگه نخواد که بحثی نیست، ولی اگه بخواد چی؟ اون وقت چی میگی؟ کی؟ من چی میگم؟ بله شما. من میگم روده درازه. روده دراز دیگه چیه؟ روده درازی یعنی پرحرفی، وراجی، مزخرفگویی. فهمیدید خانم؟ آقای محترم، وراجی نیست، من از شما جدی سوال کردم. شما جدی سوال کردید؟ منم در این باره باید جدی فکر کنم. دیگه چه فکر کردنی؟ اگه بخواین خیلی فکر کنین، دخترتون تو خونه میمونه. پس چی؟ همینطوری علکی دخترمو به گردن اولین رهگذری ببندم؟ باید فهمیدین آقا کیه، چی کار است، وضع مالی چجوریه. شجره نامشو بخوان؟ شجره نامشو نه، ولی در هر صورت باید بدونیم که این... و شما نمیدونین. آقا تمام زمستونا هر روز میومد اینجا و شما هنوز نمیدونین کیه. معلومه که کیه، یه آدم متشخص و سرشناس، همه اعیان و اشراف اونو میشناسن، همه پرنسا، کنتس ها دوستاش هستن. از وضع مالیش بگو. همین الان بود که گفت که در استان سیمبریسک ملک داره، یک گوسالم که از ملکش به شما هدیه داد. کدوم ملک؟ ملک داریم تا ملک. خب پیداست که ملک خوبی داره. همین امروز تمام اعیان و اشراف منتظرش هستن. اگه ملک حسابی نداشت، اعیان و اشراف منتظرش نمی شدن. این شما میگید نه من. خب شما چی میگید؟ از وضع مالیش صحبت کن. آقا چرا مثل کنه به من چسبیدین؟ اصلا از جون من چی میخوای؟ شما از جون من چی میخوای؟ آقا چرا داد میزنین؟ من کر نیستن. بگیم ببینم شما آقای مورامسکی چی میخواین؟ ثروت میخواین؟ مگه ثروت لیدیای عزیزم کمه؟ خودش کم داره. آقای عزیز من، این چه هرسیه که شما رو گرفته؟ دائم در حال جمع کردنین. باید در این فکر بود که آدم خوبی باشه. بسیار خوب، حالا اون آدم خوبی هست؟ بله بله، آدم بسیار خوبیه. آره، آدم بسیار خوبیه.
ولی این آدم بسیار خوب شما دائم توی باشگاه هاست، قماربازی میکنه و مرتب قرض میکنه. این روزا کیه که قرض نداشته باشه؟ من داماد مقروض لازم ندارم. راستی؟ خیلی خوب، پس بفرمایین بریم بگردین بی قرضشو پیدا کنیم. چه عیبی داره؟ میگردم تا پیدا کنم. واقعا که شما مرد جستجو هم هستین. بله که هستم، میرم و میگردم. و دخترتونم کنج خونه میمونه. چاره چیه؟ اگه دختر قسمتش موندنه بذار بمونه، نمیتونم که به عقد بز درش بیارم. مگه آقای کرچینسکی بزه؟ خانم چقدر حرف میزنید، لااقل یه لحظه ساکت بشید، کاش نفستون بباره. بله؟ چی؟ کاش نفستون بند بیاد. یعنی چی آقا؟ منو مسخره خودتون کردین، حرف دیگه ای ندارین بزنین؟ یعنی ندارم. چی؟ حرفی ندارم بزنم. پس گوشاتونو باز کنید تا بگم. میدونم که شما از آقای کرچینسکی خوشتون میاد. لیدیا جانمونو میپسنده، ولی من از اون خوشم نمیاد و به همین جهت دخترمو به اون نخواهم داد. خب من میخواستین اینو زودتر بگین تا تکلیف همه روشن بشه. پس دخترتون باید به خاطر هوسهای شما بدبخت بشه. الحق که حق پدری رو خوب به جا میارین. اصلا شما از جون این دختر چی میخواین؟ دشمنش هستی؟ کی دشمنشه؟ من؟ من دشمنشم؟ من که حاضرم تمام عمر و زندگیمو. بله 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 شما. دیگه شما از حد گذروندین، شورشو در آوردین. بله شما. نه خیر شما. خیر شما. خیر شما. خیر شما. شما حالا چرا انگشتتون رو کردید تو چشم من؟ خاله جان، خاله جان، خاله جان، دیگه کاسه صبرم لبریز شده، هر کار که دلتون میخواد بکنی. چه خبره؟ چه خبره پاپا جان؟ چیزی نیست عزیزم، ما با خاله جان داشتیم صحبت میگردیم. عزیزم؟ کدوم عزیزم؟ دخترتون عزیز شماست؟ پس بهش بگین چی میگفتین؟ چرا ساکت شدی؟ خانم محترم ساکت نشدم، دلیلی نداره که ساکت بشم. خاله جان، خاله جان عزیز، خواهش میکنم، خواهش میکنم. لیدیه عزیزم چرا نمیذاری حرفمو بزنم؟ من که خال نیستم، خودم میفهمم دارم چی کار میکنم. خب آقا چرا ساکت شدین؟ بفرمایید سوال کنین، میدونین که منتظر جوابه. خب کاری نداره، من الان سوال میکنم. لیدیه داره قشنگم، بگو ببینم تو حاضر هستی برخلاف نظر و رضایت من شوهر کنی؟ من پاپا جان؟ نه ابدا. باری گرد هرگز. خاله جان خاله جان، من به دیر پناه میبرم، میرم پیش مادر بزرگم، اونجا برام بهتره. به دیر پناه میبری؟ تو چت شده؟ خداوندگارا تو چت شده؟ قدری صبر داشته باش، فرصت بده تا کمی در این باره فکر کنیم. نکن دخترم، باید کمی فکر کنیم عزیزم. خداوندا این چه وضعیه؟ آروم آروم باش لیدیای بیچاره من. سلام بر همگی. خداوندا آقای کرچینسکی. خب آقای مورومسکی، مسابقه رو از دست دادید، رفتم. موضوع چیه مادام آنا؟ هرچی که من میگم میفرمایم، باید فکر کنم. و شما هم اوقاتتون تلخ شده؟ نه نه نه، عیبی نداره. آقای مورومسکی، ممکنه بفرمایید موضوع چیه؟ اجازه بدید بی پرده صحبت کنیم، صراحت بهتره. من آدم رو راستی هستم، بهتره مطلب رو صریح در میون بگذارم، در این صورت دلخوری هم پیش نمیاد. به علاوه قضاوت در این مسئله با شماست، هر طور ارادی بفرمایید شما مقدارید. آقا ما راجع به خودمون صحبت میکردیم، صحبت ما اصلا درباره مسائل دیگه ای بود. درباره مسائل دیگه؟ من فکر نمی باور هم نمی کنم. به نظر من اگر انسان از بیراهه بره به مقصد نمی رسه. من عادت ندارم در لفافه با کنایه و اشاره مطلب رو مطرح کنم، چون آدم صریح و رو راستی هستم. دیروز من از دخترتون خواستگاری کردم، امروز با آنا خانم در این باره صحبت کردم و حالا در حضور خودتون این مسئله رو مطرح می کنم.
شما میدونید که این مسئله مشکلیه، بسیار مشکل. به همین جهت خواهش میکنم چند روزی مهلت بدید تا خوب در این باره مطالعه کنیم. ولی من گمان میکنم که شما به اندازه کافی وقت برای مطالعه داشتید؟ نه، فرصتی نداشتیم. چرا؟ این خالانا همین حالا پیش پای شما این موضوع رو به من گفت. منظورم امروز نبود، من الان چندین ماه مرتب به منزل شما رفت آمد دارم و گمان میکنم در این مدت به اندازه کافی وقت مطالعه داشتید. آقا نه، من در این باره تا به حال هیچ فکری نکردم. در این صورت بنده مقصر نیستم، قصور از خود شماست آقای مرامسکی. البته شما مختار بودید که فکری نکنید، ولی باید متوجه باشید که هیچ مرد شریفی به خودش اجازه نمیده بدون هدف و مقصد شرافتمندانه چندین ماه با خانواده رفت آمد کنه، بی جهت باعث بدنامی دختری بشه. خوبه، بله صحیح میفرمایید، ولی بنابراین خواهش میکنم زودتر تصمیمتونه بگیرید، چون همین روزها من سفری در پیش دارم که حتما باید برم و در این باب هم با مدمزل لیدیا صحبت کردم. اشکال شما نمیدونم چی بگم، نمیدونم. وضع مالی من؟ بله، فرض کنیم وضع مالی شما. خب شما که وضع منو میبینید، شکر خدا در بیغول زندگی نمی کنم، ولی روش من طور دیگه ایه. من راجب جایزه دختر شما ابداً پرسشی نمی کنم. این مسئله پرسشی هم نداره، چون میدونید که اون تنها فرزند منه. من هم تنها هستم. البته آقای کرچینسکی، اون چه میفرمایید صحیحه، من با فرمایشات شما موافقم، ولی تصدیق بفرمایید که در این مسئله وضع مالی طرفین باید روشن بشه. بله صحیح میفرمایید، در این باره باید بگم که من به اندازه کافی دارم، دختر شما هم به اندازه کافی داره. خب اگه دو کافی رو هم بگذاریم مسلما نتیجه اون احتیاج و نیاز نخواهد. بله، بله؟ مسلما. خب پس شما در پی ثروت نیستید؟ نه، من چشمم دنبال مال و منال نیست. پس دیگه اشکالی در میان نیست. شاید شما شنیدید که کار و بارم ناجوره. بله، اعتراف میکنم چنین صحبتهایی رو شنیدم. از شما میپرسم آقای مرامسکی، کدام یک از ما ملاکین تا زمانی که در مسکو زندگی میکنیم و از آب و ملکمون بدور هستیم وضعمون ناجور نیست؟ وضع همه ما ناجوره. خود شما رو بگیریم، از وقتی که اینجا زندگی میکنید وضعتون کاملا مرتبه. آقا کجاش مرتبه؟ ببخشید تا خرخره توی باطلاق فرو رفتم. واقعا که باطلاق؟ زندگی در شهر برای همه ما ملاکین فلاکتبار. حقیقت بزرگی رو گفتید، شهر برای ما فلاکتباره. من یکی که از مسکو میرم. آقا به کجا؟ رادیو. به ده میرید؟ بله به ده میرم. مگه شما ده و دوست دارین؟ آقای مرمسکی، شما اسلحه‌ای در اختیار دارید که همه اطرافیانتون رو میتونید به دوست داشتن ده وا دارید. ما همگی همدیگر رو دوست داریم، با حرارت هم دوست داریم، ده رو هم همینطور دوست خواهیم داشت. همیشه دوروبر شما خواهیم بود، یک قدم از شما دور نخواهیم شد، با هم کار میکنیم، با هم زندگی میکنیم. پاپا جان، پاپای عزیزم. جانم بابا، یادتون هست دیروز چه میگفتم؟ پیر مرد سفید موی با نوهاش، منظورم شما بودی. پاپا جان، منظور شما بودی؟ نه 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 نه، اجازه بفرمایید. یعنی چی؟ اجازه بفرمایید، من فکرشم نمی کردم. اشکالی نداره آقای مرومسکی، اگرم فکر بکنین بهتر از این چیزی به عقلتون نمی رسه. آقای من، آقا جان، اینا همه تقدیر، سرنوشت خواست خداونده. شاید واقعا هم خواست خدا همین باشه. بله. خب در برابر خواست خدا چه میشه کرد؟ بفرمایید آقای کرچینسکی، من خودم دست دخترم رو توی دستتون میذارم، ولی فقط مواظب باشید. راجب چی باید مواظب باشید؟ به قولی که راجب پیر مرد سپید مو
با نوهاش دادی وفا کنی. بفرمایید این قلب من اصلا ضمانت در نزد شما. حالا چی میگید؟ حالا باور میکنید؟ خواهش میکنم دست من. امیدوارم تا خدا چی بخواد. مادام من نه، شما هم عشق ما را تقدیس کنید. آه میبینید من فراموش نکرد. بچه های من خوشبخت باشید. خاله جان، خاله عزیزم، خدای من، پرورتگارا، قلبم چه توت میزنه. حالا دیگه عیبی نداره عزیزم، این ضربان حالا برات فایده داره. دختر عزیزم دیگه که گریه نمی کنی. پاپا جان اگه بدونی چقدر خوشبختم. خب آقای مرومسکی، حالا خواهید دید که من چه طویله خوبی براتون در ملک استرژنه بودم. خواهید دید من از اون اشخاص پرکار و ناآرامم. واقعا؟ بله، به خدا قسم. گوش کنید، گاوهای نژاد تریول فراهم میکنم، مشغول تخم کشی میشم. ولی میدونید که گاوهای نژاد تریول خیلی خیلی نازک نارنجی هم. نه 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 نه، اونقدر هم نازک نارنجی نیستن. ولی من شنیدم خیلی نازک. من دارم تربیت. چیه؟ کی نازک نارنجیه؟ حیوان، گاو، گوساله. عجب گرفتاری شدیم، گرفتار نحوست شده ایم، باور کردنش هم مشکل است. امروز روز چهارمی که بخاری ها رو روشن نمی کنیم. اتاقای خوابم این یخچاله. خب بایدم بسی یخچال باشه، برای اینکه اصلا بخاری روشن نمی کنیم. ولی برعکس، وقتی در پترزبورگ بودیم، به به چه زندگی داشتیم، چه پولهای خداوندم، چه قمارهای کلونی. ارباب تمام عمرش رو همینطور بوده، پول نگهدار نیست، پول براش ارزش نداره، اصلا کاه و پول براش یکیه. هنوز در دانشگاه درس میخوند که عیاشی رو شروع کرد. وقتی دانشگاه رو تموم کرد که دیگه نپرس، دیگه روز و شب نداشت، افتاد درست وسط گرداب. آشناهای کله گنده، پرنسا، کنتا، عیاشی ها، بازی ها، عیش و نوش ها. سردست جوان های عیاش شد. جوان ها بدون اون مثل بچه های یتیم بودن. راجع به جنس لطیف که دیگه حرفشو نزن، تصورش رو هم نمیشه کرد. نمیدونم از چه چیزش خوششون اومده بود که ول کنش نبودن. اول نامه هاشون میرسید و بعد هم خودشون تشریف میوردن. وضع عجیبی بود. بعضی از اونها در مقابلش به خواهش و التماس می افتادن. بعضی ها اظهار عشق می کردند و بعضی ها نسبت به دیگران حسادت و کینه ورزی داشتن. یادمه که یکیشون از اون خرپولا بود، خیلی هم خوشگل بود. کسی باور نمی کنه که ساعتها در مقابلش زانو به زمین می زد، التماس می کرد و مثل کنیزی دستش رو می بوسید. ارباب خیلی قدرت نفس داره، کاملا بر خودش مسلطه. طفلکی اون زن حاضر بود تمام ثروتش رو به پاش بریزه، پول و دارایی هیچ، حتی حاضر بود 100 بار جونش رو نثارش کنه. ولی اون میگفت نه، من پول زنها رو نمیخوام، من از زنها پول نمیگیرم. مشتاشو گره میکرد، مرد پرزوریست، و میگفت من پولدار خواهم شد، ولی فعلا دلم میخواد فقط عیش کنم، کیف کنم. هر روزم عیاشیش زیادتر میشد.
چنان شلوغ میکرد که خدا میدونه، چنان قمار میکرد و میباخت که آدم وحشت برش میداشت. طفلکی زنک رو اونقدر رنج داد که خورد و خمیر شد. میگن بیچاره در خارج مرد. بله آقا جان، همه چیز داشتیم، خیلی هم داشتیم، ولی چه فایده، مثل اینکه دود شد و به هوا رفت. اما حالا در چه حال و وضعی هستیم گفتنش هم مشکله. ملکش دود شد و به هوا رفت، اثری از مار و ملال و اسپا و ظرفای نقره باقی نموند. حتی چند دست لباسش رو تو قمار باخت، مثل اینکه همه دارایش دود شد و به آسمون رفت. درباره رفقای صمیمی و همپیمانان هم که چه عرض کنم، به جای همه اونها این راسپلیوف مفتخور و بالگردنمون شده و مثل کنه به ارباب چسبیده. آدم بی بخاریه، هیچ فایده ای ازش آیدمون نمیشه. بفرما. اومد، هر روز کله زهر میاد، اول صبونه بعدم ورق. میگه باید ورقام مرتب و ردیف باشه چون با اشخاص مهم میبازی میکنم. دیروز از بین ورقا دو دستشو جور کرد و برد. خدا کنی که کاسبی خوبی کرده باشه. برم درو باز کنم. خوبه، مثل این که دیگه خوش نداری ما رو ببینی فیودور. درم دیگه واسه ما باز نمی کنی. تقصیر از ما نیست آقای راسپلیوف، صدای زنگ رو نشنیدم. توف به تو ای زندگی. باز خبری شده، سرحال نیست. خدایا خداوندگارا، چه وضعیه این، چه زندگی که برای خودم درست کردم، این چه عاقبتیه. باور میکنین همه چی داشتم، پول و سرنوشت، سعادت، زندگی، همه اینا مثل یه کابوس وحشتناکه. زمانی سر و سامانی برای خودم داشتم، حالا چی؟ لات آسمون جل شدم، با گدا فرقی ندارم، لعنتی ها همه رو بردن و خوردن، همه رو از بین بردن. آخ مکه آقای راسپلیوف، چی شده؟ بازی بود؟ آره بود. اما از اون بازی ها، خدایا خداوندا. چی شده آقا جان؟ نتیجه ای داشت؟ توف. نتیجه از کوف بود. خب دیگه پیش اومده چه میشه کرد، خودم هم پشیمون شدم. دسته ورق رو که عوض کردم گیر افتادم، اول اعتراض و فوش، بعدشم مشت و لگد، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، بی انصافا بلکن نبودن، اونقدر زدن که داشتم از حال میرفتم. دیدم نه هوا خیلی پس، حریفا خیلی آتی شدن، حالا بلکن نیستن، کلا ورداشتم و ده بود و ده فرار. تو سمپیاتوفو میشستی؟ نه آقا، چیزی به یاد نمیارم. قیافه نکره و نفرت انگیزی داره که نگو و نپرس اینجوری. منو نترسون قربان، لعنتی جزو بازی هم نبود اما دخالت کرد. از پشت میز بلند شد، آستینا رو بالا زد و گفت اجازه بدین یه بوکسی مهمونش کنم. با چه مشتی چنان مهمونم کرد که خدا نصیب دشمنت نکنه. گفت الان خورد و خمیرش میکنم. آقای راسپلیوف عزیز من، هر کس خطایی میکنه خب باید تاوانشو پس بده. لعنتی حسابی خدمتم رسید، چقدر جون سختم من، اگه سگم بود جون سالم به در نمیبرد. نمیدونی تو روز روشن چی کار میکرد، راه زنم اینقدر بیرم نیستن. عجب، ببینم شما خودتون که تو روز روشن جیب بری میکنی، تقلب میکنی، دیبی نداره؟ هر کسی دیگه هم بود حسابی خدمت تو میرسی. چه زور بازوی، چه قوتی، باور کردنی نیست. من تا حالا خیلی بلا سر اومده، کتک ها خوردم، کتک ها زدم، ولی تا حالا کسی منو اینطوری لو لورده نکرده بود. لعنتی دیشب امان نداد، حتی نتوستم یکی از مشتاشو جواب بدم که اقلا دلم خنک بشه. من یه چیزی میگم و یه چیزی میشنوی فیودور، خدا نصیب دشمنت نکنه. آی فیودور. بله قربان. راحتی من کجا؟ اومدم. حساب شده ای داشت.
نه دستشو عقب میبرد نه ضربه از پهلو وارد میکرد، راست و مستقیم مشتار رو به رو میکوبید تو صورتم. من گاهی اوقات چنان جا خالی میدادم که هضم میکرد. آخه منم بی تجربه نیستم، اینقدر کتک خودم که استاد شدم. گاهی چنون رو پیشونی گونا و زیر چشمام کبود میشد، ورم میکرد اندازه یه هندونه. نگاه کن اینقدر. ناچار بودم ده شبانه روز کنج خونه بخزم و با آب و نون خشک بسازم و بیرون نیام. بله همچین روزایی هم داشتم. پس تو دوباره همه پولها رو به باد دادی ها؟ به باد دادم؟ من به باد دادم؟ چی میگه من به باد دادم؟ من پیداست میبینم کله پوچ، حق بازی رو بذار کنار، حوصله‌ت ندارم، زودتر بگو پول آوردی؟ حالا دیگه کله پوچ شدم؟ ها بله. اصلا شما چرا دائم به من بد و بیرا میگی؟ خدایا این چه زندگی که من دارم؟ آی احمق بیکاره، این حرفا رو بگذار کنار، کار بیهوده میکنی، حرف بیهوده هم میزنی، حیف نون، یه پولم نمیارزی. دست کم خرج خودت رو در آوردی یا نه اولاق؟ من که عضو جمعیت خیریه نیستم که محض رضای خدا به تو نون بدم. در مقابل نونی که میخوری باید پول در بیاری، پول باید در بیاری، فهمیدی لالاتی؟ چرا سرت انداختی پایین؟ بگو ببینم دیشب کجا بودی؟ بله من چی اینجا پول آوردی؟ نه خیلی قربان نیاوردم. پس هر چی که دیروز برای بازی گرفتی همین الان باید پس بدی. همه رو از دست دادم تا کپه که آخرش. چطور از دست دادی؟ خب همه شو ازم گرفتن، به زور گرفتن. آی حالو حالو، معلوم میشه خوب به حسابت رسیدن، هم پولاتو ازت گرفتن هم کتکت زدن. منم دلم میخواد بزنم یک و دندت رو خورد کنم. شما نمیخواد به خود تو زحمت بدیم، دندهامو خورد کردن اونطوری که دلتون میخواد به حسابم رسیدم. اما اگه بدونید یارو چه زوری داشت، چه مشتایی لعنتی، همش میگفت بذارید بوکسش بزنم. بوکس بفرمید ببینم آقای کرچینسکی، این بوکس چیه؟ تو که بهتر میدونی بوکس چیه، بازش رو که چشیدی بوکس اینه. نگاه کن، نزدید شما دیگه نزدید. این میگن بوکس، اختراع انگلیسی ها، made in England. پس بوکس اینه ها؟ بله بله. عجب عجب، اختراع انگلیسی ها. تو رو خدا تماشا کنی، یعنی چی اختراع انگلیسی ها؟ تعجب میکنم، انگلیسی ها که مردمان متمدن، روشنفکر، بهترین دریانوردان دنیا هستن. من باید پول به دست بیارم، حتما به هر ترتیبی شده، پول و فقط پول. آقای کیجنسکی نمیدونم چی کار باید بکنم، نه پول داریم نه جایی سراغ داریم که بشه به دست آورد. ابدا انتظار نداشتم، باور کردنی نیست. انگلیسیا دوباره تحصیل کرده، بهترین دریانوردان عالم، چطور ممکنه؟ چی میگی تو؟ میگم انگلیسیا مردمان تحصیل کرده هستن، اون وقت چطور؟ مثل اینکه تو کاملا عقلت رو از دست دادی. من دارم راجع به پول صحبت میکنم، تو چرت و پرت جوابم رو میدی؟ آقا من گوش بده، این هیکل رو میبینی؟ سر تا پا احتیاج به پول داره، پول و باز هم پول و دیگه هیچ چیز دیگه. برو برو به هر ترتیبی شده به دست بیار. تمام آینده من، همه زندگی من، همه و همه بسته به 3-4 هزار روبل. 3-4 هزار روبل نقره. باید بری به هر شکلی که شده زودتر پیدا کنی، میشنوی؟ اگه لازم باشه روح و جانت رو هم گلو بگذار. روح جان چیه؟ هر کاری میتونی بکن، حتی اگه لازم شده بدوز، دزدی کنم ما بیار. برو پیش بیک اشپرینگل، ها پیش آسروف، ها پیش همه صرافا، همه جودا، بگو نزولش رو پیشا پیش کسر کنن. هر رپی که خواستن قبول کن، سند بده، سفته بده، هر چی خواستن بده، به هر مبلغی ولو 1000 روبل. هر کاری میکنی بکن، ولی با پول برگرد. خواهش میکنم به پا دست خالی بر نگردی راسپیلیف. اگه برگردی دست خالی باشی، هر چه دیدی از چشم خودت دیدی، مثل یک جوجه خفت میکنم. حتما حتما باید بیاری. موضوع اینه که من میخوام با لیدیا مورومسکی ازدواج کنم.
میفهمی؟ با یک عروس دارا دیروز توافق کردیم، قرار مدارا رو گذاشتیم، 10 روز دیگه هم عروسیه. آقای کرچنسکی، بگو چه حرفا واقعا؟ بله، صاحب املاکی میشم که 1500 رعیت داره. من این حرف میفهمی چیه؟ یعنی سرمایه معادل 1.5 میلیون، یعنی سالیانه 200,000 روبل آیدی خالص. جدی میگی؟ با این پول میخوام 2 میلیون در قبار ببرم. 2 میلیون و خواهم برد، حتما خواهم برد. صاحب ثروتی افسانه‌ای میشم. بله، اون وقت آسایش، خانه مجلل، زنی آرام، البته ساده لو باشه، دارای یک دوران پیری محترمانه، یک حقوق تقاعد، میفهمی که 200,000، فقط 200,000 به تو میدم. با تو دیگه چی هستی؟ سرمایه‌ای که برای تمام عمرت کافیه. ضیافت ها میدی، با این پول صاحب یک زندگی مرفه و محترمانه و دوستان و آشنایان فراوان میشی، خلاصه صاحب همه چیز میشی. اجازه بدین دستای پاک و میمونتون رو ببوسم. دبیل کنیم قدید که تا پولی میکنی که 200,000 ضیافت ها. حالا فهمیدی آقای کریچه چینسکی، حالا فهمیدی برای چی پول لازم. بله، این حقیه که سوار کردیم باید تا 10 روز دیگه هم حفظش کنیم. اما اگه نتونیم 3,000 روبل دست بیاریم، فردا من یک آدم ورشکسته هستم، کوس رسواییم رو توی تمام شهر میزنن، شبنیف بازرگان صفتهاش رو واخواست میکنه، در باشگاه اسمم رو روی تابلوی مخصوص مینمیسن، اون وقت همه چیز تمام میشه. هرچه رشتیم در از 1 روز همه پنبه میشه، دود میشه، میره هوا. حالا فهمیدی مسئله از چه قراره؟ حالا فهمیدی چقدر من به این پول احتیاج دارم؟ حاضرم برای این پول تا پای دار برم، ولی برای من مسئله مرگ و زندگی فهمیدی نشاطم بده. مرد حسابی به تو میگم بفهم کردید آقای کچیسکی، خوربونتون برم، حرف شما تو مغز و سخونه مخوش کرد. میرم بلم کنید، میرم الان، میرم، خدای من، میرم. فکر میکنم این کار رو برام انجام بده. تو این کارا زرنگه، اگه شده شهر رو زیر رو بکنه میکنه، پول میاره. این خدا نشناس، این یهودا خوب منو میشناسه، اما واقعا ممکنه پیدا نکنه. خداوندا، گاهی اوقات تا چه حد آدم به پول احتیاج پیدا میکنه؟ وای، گاهی چه لحظه های غیر قابل پیشبینی در زندگی انسان پیش میاد. اگه پول به دست نیارم، اگه این رسپلیف نتونه پولی فراهم کنه، اگه 1 میلیون شیرین این لقمه لذیذ از چنگم فرار کنه به خاطر 3,000-4,000 روبل، اون موقع چی؟ موقعی که همه کارها انجام شده، قضا آماده شده، فقط مونده لقمه رو بگذاری دهنت، قورتش. آخ، اگه فقط به خاطر 3,000 روبل همه نقشه ها نقشه براب بشه، آدم چقدر دلش میسوزه. ولی من خوب کارها رو پیش بردم. دیشب موافقتشون رو جلب کردم، 10 روز دیگه داماد میشم. برای طرفین معامله خوبی، من داماد حسابی هستم. بله، خونه دارم، موقعیت دارم، اسم و رسم دارم، دوستان آشنایان فراوانی دارم. بله، تردیدی نیست که معامله خوبیه. اما چه بخت آزمایی جالبیه، با 200,000 میشه یک کوه طلا برد. میشه برد؟ نه، باید ببرم.
باید همه این طبقه پولدار رو لختشون کنم. اما به منزل این پیر احمق نقل مکان نمی کنم. نه آقا جان، از محبتتون متشکرم. لیدیا رو باید کاملا در دست بگیرم، باید کاملا بر اون مسلط بشم، تربیتش کنم، به قول معروف از نو بسازمش، خردش میکنم، از نو میسازمش، به طوری که هیچ وقت گله و شکایتی نداشته باشه، حتی صداش در نیاد، چون من ابدا حوصله‌اش رو ندارم. فکر میکنم که این کار مشکلم نباشه، چون این لیدیا چیزی نیست، طفلک مثل شلخم آب‌بزه، صفر به تمام معنا. ولی خودم باید برم به پترزبورگ. بله، بازی اصلی اونجاست. اینجا در مقایسه با پترزبورگ صفره. اینجا همه چیز بی ربط و بی ارزشه. ارباب، آقای شبنیوف تاجر اومده. بفرما، اینه واقعیت زندگی من. آقای احمق، میخواستی بگی که من منزل نیستم؟ نمیشه قربان، این آقا از اوناش نیست که بشه راحت دست به سرش کرد. از حالا تا شب همینجا میشینه و منتظر میمونه. آدم بیکار و بیاریه، براش علصبی است که کجا وقت بگذره. شبنیوف، بسیار خب، برو بگو بیاد اینجا. شبنیوف، تمام. سلام آقای کرچینسکی. سلام آقای شبنیوف. تعظیم عرض میکنم، حالتون چطوری؟ کمی حالم خوش نیست. یقینا سرما خورد. ممکنه بابت بازی دیشب جزئی حسابی باقی مونده، دستور میفرمایید بپردازم؟ من که دیشب عرض کردم شخصا خدمتتون خواهم آورد. بله بله، صحیح میفرمایید آقای کرچینسکی. ولی حقیقت اینه که من به پول احتیاج پیدا کردم. خواهش میکنم لطفا دستور بفرمایید بپردازن. راستش به شرافتم قسم دوست عزیزم، الان پول ندارم. خودم هم همین الان منتظر پول هستم، شاید حتی تا یک دقیقه دیگه برسه. بله، همین که پول برام بیاد فوراً خودم میارم خدمتتون تقدیم میکنم. خاطر جمع باشید عزیزم. خب اصلا بفرمایید ببینم در باشگاه چه خبر بود. هیچ قربان، خبر تازه‌ای نیست. دیشب بعد از من کی بازی کرد؟ همه اونایی که همیشه بازی میکنن. مثلا خب آقای کرچینسکی، مثلا کی؟ پس راجع به پول چه میفرمایید؟ خواهش میکنم لطفی بفرمایید. شما آقای شبنیوف آدم عجیبی هستید، چرا متوجه نیستید؟ عزیزم من که حالا پولی ندارم، چگونه میتونم حساب شما رو بدم؟ گفتم یک کپک هم ندارم، میفرمایید چی کار کنم؟ زراب خونه که ندارم برای تو فوری سکه بزنم. خب پس اینطور، هر طور میل شماست. بله، هر چی شما بفرمایید. ولی آقای کرچینسکی، اگه من امروز موضوع رو در باشگاه مطرح کنم و اسمتون رو در لیست مخصوص وارد کنم، یعنی چی؟ از من دلگیر نمیشی؟ یعنی چه؟ یعنی که میخواید اسمم رو فوراً در لیست بد حسابا ثبت کنی؟ بله قربان، این کار معموله. یعنی چه معموله؟ با این کار معمولی آدم مفتضح میشه. اگه آدم رو بکشید بهتر از این کار معمولیه. امروز همه اعضای باشگاه خبر میشن، فردا تمام شهر. بله بله، شما صحیح میفرمایید قربان، همینطوره. شما چه بهتر میدونین، این کار تو باشگاه معمول و مرسومه. بله همین بله، برای شما این کار معمولیه، اما برای من غیر معمولی. من تمام عمرم آدم خوش حسابی بودم. بله. هیچ وقت بد حسابی نکردم که نکردم. حالا شما آقای محترم، اون شمایی که خودتون برای پرداخت قرضتون 3 ماه منو معطل کردید، یادتون نیست؟ هر بار که به شما
مراجعه میکردم به خاطر طلبم. 3 ماه به 3 ماه باید صبر میکردم، یادتون نیست؟ بله صحیح میفرمایید قربان، کاملا صحیحه آقای کرچینسکی. من به خاطر همین برای همیشه سپاسگزار شما هستم. خودتون رو زیاد ناراحت نکنید. اما لطفا دستور بدید طلب منو بپردازن. چی کار کنم؟ پدر احتیاج بسوز. کدوم احتیاج آقا؟ شما چه احتیاجی دارید؟ ببینم، اگه امروز اسم منو وارد لیست بد حسابا نکنید، واقعا این حق از شما سلب میشه؟ مگه نمیتونید فردا یا پس فردا اسم منو وارد کنید؟ آیا این حق فردا هم برای شما محفوظ نیست؟ صحیح هست قربان، صحیح هست، همینطوره که میفرمایید محفوظه. ما چه اصراری دارید که حتما امروز این کار رو بکنید؟ چه از کنم، خب کارها باید مرتب باشه، این کار رسمه. اگه طلب به موقع وصول نشه، خب باید تو لیست باشگاه ثبت کرد. واقعا شما آدم عجیبی هستید. مگه من میخوام طلبتون رو بخورم؟ مگه میخوام ندم؟ من از شما خواهش دارم، فقط چند روزی صبر کنید. شما رو به شرافتتون قسم میدم 2-3 روز به من مهلت بدید، به منی که 3 ماه به 3 ماه برای وصول طلبم از شما صبر کردم. بله بله میدونم همینطوره که میفرمایید، ولی با همه این حرفا آقای کرچینسکی بهتر دستور بفرمایید حساب منو تسویه کنم. به خدا قسم احتیاج دارم. عجب سنگ دلی هستید شما. خدایا شما واقعا حرف منو نمیفهمید، یا مخصوصا خودتون رو به نفهمی میزنید، یا اومدید منو آزار بدید. عجیبه آقا جان، من واضح میگم، حالا در این لحظه پول ندارم. قادر نیستم طلب شما را بپردازم. فهمیدید؟ قادر نیستم. بسیار خوب آقای کرچینسکی، بسیار خوب. شما دارید عصبانی میشید. خب این معموله، بایدم عصبانی شد. خب هر طور میل شماست. بله هر طور میل شماست. خب با عرض احترام قربان، در هر صورت من امشب وقتی میخوام برم باشگاه، بله؟ سر راه سری به شما میزنم. شما لطفی بفرمایید دستور بدید حاضرش کنن. چه چیزی حاضر بکنم؟ خب پول قربان، پول با عرض. سب کنید آقا، نرو کجا، این کار صحیح نیست. چی صحیح نیست؟ من فکر میکردم با یک آدم حسابی بازی میکنم آقا جان. آدم حسابی بدون دلیل، بدون جهت کسی رو خفه نمیکنه. تا کارت به استخونش نرسه که فریاد نمیکشه. حالا چرا میخواید منو خفه کنید؟ چرا؟ مگه من چه بدی به شما کردم آقای شبنیوف؟ نه بگید ببینم واقعا من چه بدی به شما کردم. بسیار خوب. هر طور میل شماست قربان. خب گوش بدید عزیزم، اگه شما هم مثل من بی پول بودید، خب یک حرفی. اما شما که سرمایه داری، شکر خدا پولتون از پارو بالا میره. شکر خدا پولاتونو در بانک رهنی خوابوندید مگه؟ نه. شما که همین الان به این پول احتیاج ندارید. من که به شما بدی نکردم. من خودم برای وصول طلبم از شما ماها صبر کردم، در صورتی که شما اون پول رو به رب داده بودید. از بهرش استفاده میکردید. اجازه بفرمایید خواهش میکنم. چه حرفا، به خدا قسم بفرمایید اصل موضوع چیه؟ واقعا میخوام بدونم چرا شما اینطور بیرحمانه منو تو منگنه گذاشتید؟ برای چی دارید جانم رو میگیرید؟ آقای کرچینسکی مرحمت شما زیاد. الان میره به راحتی مثل آب خوردن با اون خط خرچنگ قورباغه‌اش اسمم رو روی لیست سیاه باشگاه وارد میکنه بلافاصله. میدونم خبرش مثل توپ تو مسکو صدا میکنه، اون وقت کار من دیگه تمومه، عروسی به هم میخوره. خدای من، اون وقت 1,000,000 بیشتر از 1,000,000 روبل لعنتی هم دود میشه و به هوا میره.
اون وقت از این رویای طلایی فقط خماری و حسرتش باقی میمونه. بله حسرت حسرت حسرت. اعتراف میکنم که هرگز دوچار چنین وضع دشواری نشده بودم. خدا نصیب هیچ کافری نکنه. وضعم داره خیلی ناجور میشه، خیلی میترسم کار به جایی بکشه که ناچار بشم جلو پلاسم رو جمع کنم از دست پلیس فرار کنم، ولی ممکنه بیان سراغم کلکم رو بکنن. نه اون وقت جزو ولگردان میشه. وای توف 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 چه روزهای دشواری. نفسم داره بند میاد، خفه دارم میشم. واقعا همه چیز به زرنگی راسپلیف بستگی داره. بله راستی ببینم، باید حساب کنم ببینم چقدر پول لازم دارم. به این مردک آره 1500 روبل، به این آقا همین 1200 تا. صحبت 100 تا 200 تا نیست، پول کلونی لازمه. ارباب درست چی اومده طلبش رو میخواد؟ یه پسگردنی حوالش بکن. چشم ارباب، رفتم حواله کنم. نه قربان، نه 3000 روبل به جایی نمیرسی، مثل قطره تو دریا. پس مخارج عروسی چی؟ جشن عروسی رو با چه پولی بگیرم؟ عروسی خرج داره، اونم چه خرجایی. هر راه گذر احمقی که میگذره هدیه میخواد، شیرینی میخواد، هر حیوانی با آدم میرسه پول کوس میخواد. مخارج سبدهای گل، انواع شیرینی، کیک، بوغلمون، قرقاول، مرغ قدقدی و با حماقتهای بی حد و حصر. برای همش هم پول، پول لازم. ارباب رختشوی اومده پول میخواد، یک پس گردنی. ارباب هیزم فروش هم 2 ساعت اینجا منتظره. ببینم تو عقل از سرت پریده؟ خودت نمیتونی راشون بندازی، چرا برای هر کار پوچی مزاحم من میشی؟ هر طور بفرمایید قربان. راستش من تا حالا هر طور بوده سرتای مخارج رو هم آوردم، ولی دیگه یک کپک هم تو بساتمون باقی نمونده. بله بله برو بیرون. ببینم تو وای تو خواه میزم جوابم بده سرکار. آقای کلچنسکی خواهش میکنم ولم کنید، اجازه بفرمایید، گرایی میخوان بدون وسیقه هیچ کس بول نمیده. مگه من به تو نگفتم هر طوری شده باید برام پول به دست میگردی؟ خفم کردی وسیقه گرایی آقای کلچنسکی؟ حقه باز مگه من به تو نگفتم بدوز دزدی کن ولی پول برم بیار؟ عجب میگه پول نیست، دروغ میگه. در خونه ای پول وجود داره، بدون تردید در هر منزلی پول هست، فقط باید فهمیدونه کجا گذاشتن، کجا پنهان کردن. پول اونجاست، پول هست واقعا کجا افتاده؟ کجا خواهیم بس معلوم شد تو هر 24 ساعت باید 2 بار کتک بخورم و مثل بید بلرزم. نه دیگه نمیشه اینطوری زندگی، اینم یه دکمه دیگه. سگم نمیتونه همچین وضعی رو تحمل کنه، حتما از خونه فرار میکنه. یکی اونم یه دکمه اینجا افتاده، ببین کجا رفتن دکمه. حتی سگ تربیت شده اصیلم فرار میکنه. خب حالا اگه بگیم اون بوکس انگلیسی بود، پس این چه بوکسیه؟ حتما باید اسمشو گذاشت بوکس وطنیه. پیداش یا یه دکمه دیگه از گوشه اتاق پیدا کردم. ببین کجا رفته، ببین این آقا چقدر آتیشی تشریف دارن. چه باید کرد؟ چه کار باید بکنم؟ اولا باید دعوا و کتک کاری رو کنار بذاری. اونجا هم نیست.
خبری نیست، بی خود میگردی، بی خود به خود زحمت داده، چی پیدا کردی؟ چرا بی خود میگرده؟ میره اون همه کاغذ پاره دنبال چی میگرده؟ دنبال پول میگرده. آقا قربونتون برم، من که میدونم اونجا چیز به درخواهی پیدا نمیشه، اونجا فقط تا دلت بخواد سفتهای واخواست شده و صورتحسابهای پرداخت نشده است. این؟ اون؟ سنجاق سینه بدلی دو کوپک هم نمیارزه. به 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 ایروکا ایروکا کشف کردم، یافتم یافتم. به سرش زده ایروکا. چرا مصیبت بی پولی رو نتونست تحمل کنه؟ بله احتیاط شوخی نیست، بد چیزیه. سینه بدلیه رو خداوند و پاک احمد دست داده، کشف کردم خدای من. مخش عیب کرده، داره مخش کنزراتی کار میکنه. ای وای من، به زبان یوناری، یونانی عزیز من، رسمیلیه ایروکا یعنی پیدا کردم، کشف کردم. متشکرم. زندگی ما هم شد سیر و سیاه تو این دنیای فانی. آره بله، آخر رسید. آقا دوست عزیزم، حالا دیگه تو رو به زندان میبرن، قل و زنجیرت میکنن. بله سیر و سیاه ما تو این دنیای فانی تموم شد. باید این فکر کاملش کنم. بعضی پیش اومده، اوضاع فخیمه. نکنه با این حالی که دوچار شده کلک منو بکنه. عجب نصیب و قسمتی دارم. بهتره تو کار به جای باریک نکشته، علاوه دیگه آهم تو بساط نداره. بیچاره بچه ها، بیچاره طفلکای معصومم، اینم که پاچ خوشی کرده. بهتره برم فیودر رو خبر خوبه واقعا همینطوره. به راستی که چنین است و چنین خواهد بود، اشتباه نمی کنم. ببین چه ادایی از خودش در میاره، با خودش حرف میزنه، بعد میره تو فکر. بله بله بله، پس این طوره. بغاو هورا، پیدا کردم، کشف کردم. چه کشفیم کردم. عرب، تو گفتم که عقلشو از دست داده، نخه پاک مخش عیب کرده. عرباب آقای کرچینسکی چی شده؟ کمی آب براتون بیارم؟ ارباب حالتون چطوره؟ ارباب کمی ادکلون بیارم؟ ارباب چه حالی داری؟ شما که بارها براتون بدتر از این گرفتاری ها پیش اومده بود، از این وضعم خلاص خواهید شد. شما فقط به من امر کنید، من همه سختی ها رو خودم به دوش میکشم. چی میگی فیودر عزیز؟ چی میگی؟ مگه چی شد؟ ناراحت نباش عزیزم، حال من خوبه. آهای راسپیلیف عزیزم. بله آقای عزیزم. فورم برو پیشه. این کی بوده؟ چیه این اسمش؟ پیشه فومین. فومین تو خیابون پیتر. یه دست گل کامیلیای بی‌نظیر، فهمیدی؟ یه دست گل کامیلیای سفید سفید. اوه مدام کامیلیا، بگیر فورم بیار اینجا. یه دست گل نگفتم. نگفتم یه کوپکم تو جیبش نداره، ولی آقا سبد گلی سفارش میده که حداقل 50 رو پولش میشه. خدای من، خداوندا ویدو جا، تکلیف ما چی میشه از این به بعد؟ تکلیف ما بچه یتیم ها چی میشه؟ تو چی شد؟ تو هنوز اینجایی؟ شاید گوشات سنگین شده. اگه سنگین شده با میل پاسش میکنم. شنیدی چی گفتم؟ برو. چشم آقای کرچینسکی، اجازه بدید. آخه جونم، دست گلو با کدوم پول بخرم؟ آه تو بساطمونش یه کوپکم نداریم. قربان شما چی میفرمید؟ آخه من با کدوم پول براتون دست گل بخرم؟ آقای راسپلیف بفرمایید برید. شنیدید که ارباب چی گفت؟ بفرمایید برو. با چه پولی بخرم؟ پولم کجا بود؟ یه کوپکم ندارم.
بسیار خوب، بسیار خوب، اینقدر داد و هوار نکن. بیا بازش کنم. بیا این پول. این کار با پول نیست، یه ساعت قزمیته. ساعت منه؟ ساعت این زنجیرش فقط 50 روبل میارزه. زود میری تا نیم ساعت دیگه باید با دست گل اینجا باشی. شنیدی؟ برو. رفتم رفتم برو. رفتم خدایا با امید تو رفتم. اما حالا، حالا یعنی همین الان تو سوئیس باید نامه ای به لیدیا بنویسم. بله باید نامه رو حاضر کنم. همین الان وقت تلاست. نه از بلیف بی خود میگم با پقلیف سر جاشه. نه خیر هنوز مثل شیره. نه خیر مخش هم هیچ عیبی نداره. بهتر تنهاش بذارم. شون این که جمله نمیخونم از به. نه نشون نه. باید دوباره بنویسم. هلی دیگه مهربانم آرام جا. نه این نمیشه، نه نمیشه. عجب گرفتاری شدم من. باید نامهی بنویسم که مرده رو زنده بکنه. نامه باید مملو از شور و عشق باشه، چون که عشق عشق می آفریند. آه ای عشق شیدایی، کجایی تو؟ به کمکم بیا. کجا رفت عشق من؟ شور من، عشق من کجا رفته؟ باید بله فکر میکنم من دارم تو بخاری خاموش دنبال آتیش میگردم. ولی لازمه، چاره نیست، باید بگردیم بالاخره یک جرقه ای از عشق پیدا بکنیم. می نویسم که ای عشق من رو عجب این زورکی نام نوشتن کار مشکلیه. عجب گرفتاری شدم، عرقم در اومد تا این نام رو نوشتم. تمامش میکنم که ای آن روح سزین. بله با هم تموش کنم. بله فرشته عزیز من، عزیزم، عزیز دل من، آرام جان و روح من، ستاره عشق من، خدا می داند که خدا می داند. خدا می دونه چقدر چرت و پرت نوشتم، همش چرند و پرند مزخرفه. خب اینه بذارم توی پاکت. تمومش کردم با این. نه نه این جمله درست خوبه. خب عزیزم فرشته آرام بخش من، یکی از پرهای زیبای خودت را، این مهمه، یکی از آن پرهای زیبای خودت را، آن سنجاق سینه الماس را که نشانی نورانیت زادگاه آسمانی شماست به من بدهید. ما باید زورق سحرآمیز خودمان را با آن تزیین کنیم و با آن دریای پرتلاطم زندگی را بپیماییم. سکان این زورق را من به دست میگیرم. بله به دست میگیرم. راسفیلیف بادبانهای آنها را خواهد کشید. راسفیلیف، این راسفیلیف بیشه، بادبانهای آن را خواهد کشید و شما وزنه تعادل آن خواهید بود. بله این راسفیلیف یقیناً همه به راه میکنه. از اون حق بازای روزگار. اومدم آقا اومدم. آها خودش اومد. راسفیلیف عزیزم بیا. بفرمایید 25 روبل برای این جاروی دست دار. توف به بده ببینم ببینم چی خریدی. خوبه بد نیست. بقیهش کجاست؟ بقیه؟ بقیه نداره. یادم اومد یه 50 روبلیه. بفرمین. بسیار خوب. خب حالا خوب گوش کن، حواست خوب جمع کن. مسئله مهمیه. این نامه رو میبینی؟ این نامه رو برای نامزدم لیدیا خانم نوشتم. مسئله لیدیا. میدونی منزلش کجاست؟
همینجا پشت میدونم کجاست آقا، همین پشت خیابونه، اون خونه سفید که در بزرگی داره. بله درسته، خودشه. الان ساعت 1 بعد از ظهر درسته؟ نه آقا، 1:01. آه بسیار خوب، خوبه. تو این ساعت یقینا اون پیرمرد یعنی پدر لیدیا منزل نیست. همیشه در این موقع با کالسکه خودش با اون اسوای لنگش تو شهر پرسه میزنه. برو این دست گلو خودت به مادمازل لیدیا بده و از طرف من به اون بگو بونجور، یعنی روز بخیر. البته نه، همون بگو روز بخیر، خیلی رسمی مثل اشخاص مهم. اول خودت رو معرفی بکن، میفهمی که لباست باید مرتب باشه. تو این دکمهات که افتاده بیا، بهتر کت منو بپوشی. آهای فیودور، فیودور بله اربا، کت منو بیار بده به این. بله اربا. اگه پدرش منزل بود فقط دست گله بده، ولی نامه رو نده. پدر بود نامه نه. بله چشم. البته من تو این نامه نوشتم که اون سنجاق الماس سینش رو، میدونی که سنجاق الماسش رو که براش داده بودم به جواهر ساز جاسازی کرده بود، توسط تو برای من بفرسته. به یاد داری که اون سنجاق الماسه که درش بود؟ بفرما این کت ارباب مال تو بپرس. بله یاد دارم، اون الماس رو قبلا دیده بودم. الماس 20 قیراتی اقلا 30,000 روب میارزه. به لیدیا نوشتم که دیشب درباره الماس اون با پرنس بلسکی بحثی داشتیم و شرط بندی کرد. به 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 آقا، سنجاق ازش میگیری، با دقت هرچه بیشتر میاری اینجا، مواظب باش عیبی نکنه. خب درباره شرط بندی منم خودت یه دروغای سرهم بده. حتما آقا، حتما چند تا از اون دروغای چرب و نرم و آبدارم تحویلش میدم. نه 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 نه، نمیخواد. بهتره دروغ نگی، چون که دروغای تو خیلی ساختگی و واضحه. باز خود شما یاد گرفت. بدو برو، همین که سنجاق رو گرفتی به سرعت برق برگرد. بله چه. تمام، مواظب پدره باش، بقیه کارا مثل آب روون خودش جریان پیدا میکنه. همه کارها خود به خود درست میشه، فهمیدی رسفیلیف؟ بله آقای کرچینسکی، کاملا فهمیدم. فهمیدم، رفتم آقا، رفتم. فهمیدم، فهمیدم. هیچ چیز نفهمیدی احمق. اون پیش خودش فکر میکنه که من میخوام سنجاق رو از لیدیا خانوم بدوستم یا با بدلی عوضش کنم. نه برادر عزیز من، ما هنوز برای حیثیت و شرافتمان ارزش قائل. ما در این مخزن که در بالا خانه من جا دارد که توش مغز ذخایری داریم. خب در هر صورت باید کارا رو شروع کنم. بله. فیودور، آهای فیودور، کجایی؟ معلوم است تو کجایی؟ خوابیده بودی با؟ من قربان همین الان کدوم. مثل این که دو پا برات کمه، شاید دلت میخواد یه پای دیگه برات بخرم. بیا این پول، بگیر این پولو، فورا میری بخاریا رو روشن میکنی تا اتاقها گرم میشن، ولی نه اینقدر که مثل جهنم باشه. امروز از 6 نفر میهمان دارم. نامزدم، پدرش، خالش، آقای نلکین و شاید 1-2 نفر دیگه. باید همه چیز مرتب باشه، خیلی مرتب. اطاعت میشه ارباب. ببینم اسرانه هم حاضر کنم؟ پذیرایی باید خیلی عالی باشه. شمعدان‌ها لازم نیست، ولی چراغ‌های گردسوز رو روشن کن. روشن. البته اول اتاق‌ها رو تر و تمیز کن، مرتب کن، کمی عود دود کن تا اتاق‌ها معطر بشه. تابلوها رو به دیوار نصب می‌کنی. میهمان‌ها برای ساعت 7 دعوت شده. لباس زردوزی رسمی رو بپوشم؟ نه 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 نه، فراک مشکی بپوش با کراوات و ژیله سفید. متوجه شدی؟ پرده‌ها رو هم حتما بکش. می‌کشم. پذیرایی من باید مطابق میهمانی های اشراف باشه، نه مثل مجالس عروسی دختر کاسبکارها. حالا باید 2 برگ کاغذ به دست بیارم که کاملا یک جور باشه، این هم مو نزنند، مثل اینکه خودم باید داشته باشه.
ببینم. به 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 کاغذ برات بهتر از هر کاغذ دیگه ایه. عالی شد. Qu'est-ce qu'on attend pour faire heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Des alouettes dans les chemins creux, des nuages dans le ciel bleu. Qu'est-ce qu'on attend pour faire heureux? Garche emrouz jibé ma khalis, amma fardama, dara khahim shod, dara khahim shod. Qu'est-ce qu'on attend pour faire heureux? ای 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 و همین که به ثروت و دارایی برسم هر کاری دلم بخواد میکنم. آقا حالا هرچی میخوای بگو، اون وقت هر چرت و پرتی که به فکرت برسه همه درست و به جاست. عقل موافق همه چیزه، عقل حاکم بر همه چیزه، حاکم بر محافل اشراف، بر عشق، بر قماره. بله اینطوره. بفرمایید، این هم فلسفه من. ولی خودمونیم، وقتی من راسپلیف رو به باد کتک گرفته بودم به فلسفه توجهی نداشتم. معلوم میشه فلسفه این دختر زیبای سقراط هم جاهای گرم و نرم و زندگی مرفه رو دوست داره. فقط نگرانم که نکنه راسپلیف دست گلی به آب بده. نیم ساعته. ولی نیم ساعتم بیشتره که رفته، هنوز پیداش نیست. اونم چه موقعی؟ موقع حساس، لحظه‌ای که معلوم میشه بالاخره به ساحل نجات میرسیم یا غرق دریا میشویم. راسپلیف بالاخره بگو چی شد، شیری یا روباه؟ شیر آقای کرچینسکی. شیر. بفرمایید، اینم سنجاق سینه مادمز لیدیا، با چنگک سیدش کردم. بفرمایید. میزونفن بالاخره راسپلیف به ساحل نجات رسیدیم. رسیدیم. از خطر جستیم. جستیم. احمق. نه احمق نه آقای کرچینسکی. اگه بدونی چه کلکی زدم تعجب میکنی. رفتم رسیدم در خونه شون. درو زدم. اینه یه شما چی میگی جنتلمن. واستادم پشت در. در باز شد آقا. بگو. گفتم بونجور موسیو. گفتم اربابت منزل هست؟ گفتن نه. گفتم مادمازل لیدیا چطور؟ گفتن منزل هستن. گفتم کجا هستن؟ گفتن اتاق خودشون. گفتم اطلاع بدید که من میخوام ایشون رو ویزیت کنم. جریان روشن، احتیاج به بازگو کردن نداره. کارت رو خوب انجام دادی. بله. متشکرم. ببینم حالا این دوتا با این سنجاق سینه بدلی، این اصلیه، اینم بدلیه، نه هر دو یکیه، مو نمیزنه. خدای من، بالاخره حقه رو تمام و کمال سوار میکنم. راسپلیف، بله آقا، حالا باید فرار کرد. فرار؟ بله. خب باشه، من برای فرار حاضرم. برادر جمع کن هر چه میتونی، بردار زود، عجله کن. باشه. فیدر لباسای منو بیار. بله رو خودت هم فوراً لباس بپوش. لباس میپوشم. آماده ای؟ راسپلیف زود باشید. فیدر جمع کن. زود باش برادر جهون. آی فیودور، اون چمدون بزرگ منو بردار بیار. بله اون چمدون بزرگه. نه سب کنید بیستید. ایست بایستید. فایده ای نداره. اگه پلیس دنبالمون بفرستند خیلی زود به ما میرسند. کی؟ پلیس؟ بله. خب بله، پلیس فوراً به ما میرسه و فوراً دستگیرمون میکنن میفرستن به سیبری.
تبعیدمون میکنن. بله همین که دستگیرمون میکنن فوراً به سیبری تبعیدمون میکنن. پس با این سنجاق سینه چه کار باید بکنیم؟ بله آقای کرچینسکی چه کار باید بکنیم؟ فیودور فیودور پالتوی منو بده. پالتوی آقای کرچینسکی و پالتوی منم بده. نه عزیزم پالتو به درد تو نمیخوره. نیمتنه کلفت زندانی های سیبری بیشتر برازنده تنته از اون نیمتنه های مخصوص زندانی ها که پشتش علامت داره. آی فیادر اون اجازه نداره از اینجا خارج بشه. این مرد باید همین جا بمونه. فهمیدی؟ اطاعت اطاعت بران میمونه. بسه ردشم ببینم. نمیشه. داری میگید؟ نمیشه. صبر کنید آقای کرچینسکی، صبر کنید، این کار چه معنی داره؟ آقای کرچینسکی، آقای کرچینسکی کجا رفت؟ صبر کن ببینم. برو کنار ببینم. نمیرم کنار. گفتم برو کنار از جلو در. نمیرم کنار. جلوی منو گرفتی لندور. برو کنار ببینم. اجازه بفرمایید قربان. مگه نشیدید که ارباب هم کرد شما رو اینجا نگه بدارم. چطور؟ این که کار دوزه و راهزناست. پس کرچینسکی بالاخره به من خیانت کرد. ای خائن. بذار برم ای راهزن با تو. نمیشه. به تو میگم بذار برم وگرنه. نه مثل اینکه آدم نمیشی. در رو قفل میکنم جلوش وابس. خدا بندا روز روشن دارن آدم رو سر میبرن. آی دارن میکشن. آی پاسبان پلیس من اولاغ دارم چی کار میکنم؟ خودم رو دارم لو میدم. آره میان منو دستگیر میکنن. فیودور جان بذار برم. قربونت برم. اجازه بده برم. نمیدم. برای تو که فرقی نمیکنه. میکنه. این کار برای تو چه نفعی داره؟ داره. الان پلیس میاد و منو دستگیر میکنه. بکنه. از اینکه منو بدبخت و نابود کنن تو چی گیرت میاد؟ میاد. همین که پدرش، پدر اون مادمازل کبیره رو میگم. اگه بیاد فوری متوجه حقوق بازی ما میشه به پلیس خبر میده. بده. پلیس از اونو میپرسه کی سنجاق سینه رو گرفت؟ میگن راسپیلی و کار من دیگه تمومه. خب همینه. مخصوصا که پدر لیدیا پولدار و اربابه. ببین منو اینجوری میگیرن بگیرن میبرن اول پیش حاکم ببرن بعد به عدلیه بعدم میفرستنم به سیبیری بفرستن خداوند فیودور جان اگه منو لخ بکنن و بکنن کبر نازنینم رو با شلاق سیاه کنن چی گیره تو میاد بعدم نمیاد اگه من بدبخت رو نابود کنن چه فایدهی برای تو داره 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 آقای راسپلیه جانم مگه ممکنه چنین بلایی سر شما که از طبقه اشراف هستید بیارن چه حرفا چی گفته که من از طبقه اشرافم همه اینا دروغه من تو هفت آسمون پنج شیشتا هم ستاره ندارم لقب اشرافی رو که شاپهی که ورق بازی به من داده حالا فهمیدی؟ فیودور جان بذار من برم نمیذارم به نام پروردگار اجازه بده برم نمیذارم آخه من آشیانهی کاشانهی دارم باید به آشیانم غذا برسونم کدام آشیانه کدوم کاشانه منظورتون چیه آشیانه معمولی دیگه آشیانه بچه های کوچیکن اونا از سرما و گرسنگی خواهند مرد آخه همه اونا رو مثل طول سگای کثیف از آشیانه محقرشون بیرون میکنن اونا جیگرگوشه های من هستن پوست و خونشون از منه آخه آی راسپلیف بی خود انقدر خودتو ناراحت نکن بی خود فکر میکنی که ارباب فرار کرد به کجا میتونه فرار کنه چطور به کجا هر کجا دلش بخواد میتونه فرار کنه ارباب از اون آدمایی نیست که فرار کنه اینجا هم که باشه هیچ کس نمیتونه صدمه ای بهش بزنه اون رفته کار مهمی رو سر و صورت بده فرار نکرد نه فرار کرد نکرد. شک ندارم که فلنگو بست و رفت نه بست و نرفت دلش برای ما سوخته که فرار نکنه نکرد اون سنجاق سینرم که دیدی میگن 40000 روب میارزه فهمیدی جواهریه هر کسی دیگه هم جای اون بود همین کارو میکرد حتی خود منم همین که سنجاق از چنگ دختر درآوردم اومدم بیرون سوار کالسکه شدم و هوای آزاد به سرم خورد فیودور یهویی وسوسه شدم ولی فکر کردم که این کارا کار من نیست دیدم کجا فرار کنم کجا
مگه میتونستم از دست پلیس فرار کنم؟ فوراً پیدام میکردن. از دست پلیس نمیشه خلاصی داشت، ولی وضعون با من فرق داره. هر کجا که بخواد میتونه بره و الانم مطمئن باش زده به چاک. نه نه نه، نه زده به چاک. فرار برای اون سودی نداره، به خصوص با مال دزدی. فقط آدم های احمق فرار میکنن، اون اهل فرار نیست. پس به نظر تو با این مال دزدی میره تو خیابونای شهر میگرده؟ سنجاب سینه که مال دزدی نیست. مگه مال دزدی شاخ و دم داره فیودور؟ مگه نمیدونی که با چه حق بازی اون از چنگ مدمازل لیدیا در آوردیم؟ آقای کرچینسکی هم ناچارن باید فکری برای این سنجاق سیره بکنه و به جز فرار چاره ای نداره. چرا رفته گرو بذاره؟ گرو بذاره؟ نه جونم، ناچار امشب به صاحبش برگردونه و الا به زور قانون از اون میگیرن و روونه سیبریش میکنن تا اونجا آب خنک بخوره. یقینا آقای کرچینسکی دلش برای سیبری تنگ نشده. نه جونم، فرار کرد و رفت. فیودور بیا ما هم فرار کنیم. من چرا فرار کنم؟ مگه من خطا کردم؟ این تو زندان میپوسی ها. برای چی؟ من از کارهای شما کوچکترین اطلاعی ندارم. کار من نظافت کردن اتاق هاست و واکسی زدن چکمه های ارباب. از کارهای شما خبر ندارم. به پلیس هم همین جواب رو میدم. بله، به هنوز که یقین نیست که ارباب فرار کرده. شاید جایی کار داشته، رفته سر و صورت به کاراش بده. تو چه میدونی که فرار کرده؟ جایی رفته؟ نه جونم، فرار کرده. نه های خب فیلر، اگه اومدن پرسیدن، تو که دیدی من سنجاق سینه رو به اون دادم. چی گفتی؟ میگم تو که دیدی من اینجا تو همین اتاق سنجاق سینه رو با این راهزن به ارباب تو دادم. عجب آقای راسپلیف، خواهش برم منو در این کارها دخالت ندید. این کارها به من مربوط نیست. من فقط چکمه های ارباب رو واکس میزنم و اتاقا رو جارو میکشم. از کارهای شما هم بیخبرم. ای یهودا، چطور خبر نداری؟ ندارم. من که همین الان پیش تو سنجاق سینه رو به اون دادم. اجازه بفرمایید، من از کجا بدونم که شما چه چیزی به او دادید؟ مگه شما به من گفتید که به او چی دادید؟ ای بی شرم، ای بی همه چیز. چی؟ میخوایی منو به کشتن بدی؟ شما لعنتی ها دست به یکی کردین. بله فهمیدم فهمیدم. پس میخوایید منو از بین ببرین؟ بله؟ نه قربان، به این مفتی ها موفق نمیشین. الان خودم حساب تو میرسم. بذار برم. به تو میگم بذار برم. شنیدی؟ بذار برم. به تو میگم بذار برم. دروغ میگی. بذار برم. همه رو دروغ میگی. بی خود دست و پا نزن. به خیالت که میتونی خودت رو از دست من خلاص کنی؟ سب پر بزم که الان حسابت رو میرسم. باستان گنده تا روز اینا بردم خفه شد همه جاب کن. آی بردم، حالا که ارباب گفته حق ندارید بری، باید همینجا باش. مثل بچه آدم آروم باش، آروم باش. بایلا آخ توف به تو، توف ای بد جنس نره قول. اومدن پلیس، اومد پلیس، اومد دارن میان. خدایا اومدن، کمک. ارباب اومد. اومد فیودور راسپلیف. چی شده عزیز من؟ مثل این که با فیودور کمی دست و پنجه نرم کردی. خب عیبی نداره، یقیناً حوصلتون از تنهایی به سر اومده بود. این کارت هم عیبی نداره، ولی تو یک عیب داری، اونم اینه که خیلی عجولی. اگه صبر داشته باشی میبینی که همه کارها به موقع انجام میشه، به موقع مجازات میشی. این قانون طبیعته. هم پلیس به سراغت میاد، هم با راه سیبری آشنا میشی. ولی حالا بیا مشغول کار بشو. بیا.
اصلا نمیفهمم. این دسته پولا رو بشمور، همه این پولا رو بعد دسته بندی بکن، جدا کن از هم دیگه، باید قرضامونو پس بدی. این وظیفه ماست. ببین این پول. بله اینا پوله، دین ماست. ولی سنجاق سینه میبینی؟ اینم اون سنجاق سینه، میذارمش رو میز. طولا رو 100، 200، 400، 900 توجه داشته باش راسویلیف. ما باید این سنجاق سینه رو همین امشب به صاحبش برگردونیم. رفتار اشخاص شرافتمند غیر از این نمیتونه باشه آقای راسویلیف. تو هنوز منو نشت خوشحالی قلبمو گرفته. چه عطر مطبوعی منو احاطه کرده. به به، عطر گل یاسمن فضا رو پر کرده. نه پوله که خیلی شد تو پت میام، حرفایی میزنم که ممکنه بعدها خودم از شنیدن شرمنده بشم. خب بشمر بشمر بشمر، حرف زدن کافیه، فقط بشمر. شما هم که میخندید خب بخندید دیگه. اگه تو رو به حال خودت بگذنن از صبح تا شب حرف محمل میزنی، شما هم باید بخندید. میخندم میخندم، بشمر. خب چرا نمیخندید؟ بلندتر بخندید. دارم میخندم، ولی تو بشمر پولا رو. چرا که نخندید؟ شما تمام عمرتون خندیدی رو شاد بودین. بعد از اینم میتونین همینطوری ادامه بدین. چرا که نخندیم؟ شما خوب میدونین چی کار باید بکنین. هر طوری دلتون بخواد کارا رو میگردونین. اصلا بر تمام امور تسلط داریم. اما اگه مثل من بودین اینقدر کرکری نمیخوندین. بله؟ از این فیودور بپرسید. من در غیاب شما اصلا دست و پامو گم کرده بودم. آقا عقل از سرم پریده بود. اینجا نشسته بودم روی این جامدونا، ببینین زانوی غم به بغل گرفته بودم. گوش بده برادر عزیزم رسمی، چقدر تو حرف میزنی بس نیست. آقای کچینسکی نمیذارید اقلا یه خوردم شادی و تفریح کنیم؟ پوله، اینا پولای عزیز من هستن، کبوترای من، چلچله های من، گنجشگاه من. یکی از یکی بهتر. به به به، پشت قرمز، پشت سبز، به به، زرشکی، تمشکی. یه بسته، دو بسته، چهار بسته. خدا یا خدا من، تو دیگه کی هستی؟ من که دارم دیوونه میشم. برای به دست آوردن حاضر بودم به هر کاری تن بدم، زیر بار هر کاری برم، فقط برای به دست آوردن اینها. خب که چی؟ بچه جان تموم کردی؟ بله بله الان تموم میشه. خب این پول رو من خودم میبرم میرسونم به شبنی، ولی اینها رو تو ببر. بله جان. اولا ساعتم رو که گرو گذاشتی پس بگیر. بله. فهمیدی؟ بعد از روی این صورت که بهت میدم به هر یک از طلبکارا هرچی که اینجا نوشتم بده. متوجه شدی؟ باید دقت کنی، مواظب باشی. این کارا رو باید درست انجام بدی. همین امروز، خیلی هم زود. چشم آقای کرچینسکی. بعد تکلیف چی میشه؟ این پولا رو که از نیکانور بک گرفتید؟ بله، از بیک صراف. بس سنجاق سینه. سب کنید ببینم، این که همون آشنای قدیم منه، همون سنجاقیه که من از مادمازل لیدیا گرفتم، نه؟ بله خب همونه. همین امشب باید اونو به مادمازل لیدیا برگردونم. برای همین برش کردم. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ عجیبا، هم پول و هم سنجاق سینه. متشکرم فیودور پالتون. آهای آقای راسویلیف. بله آقا. تو مثل سگ شکاری زرنگ هستی، اما شامه قوی نداری. ای زبون بسته، دلم به حالت می سوزه. حالا مجلس اول. خدای من، عجب خندم گرفته. اصلا نمیتونم جلو خودم رو بگیرم.
همین که قیافه کریه این لعنتی این یهودای خائن مجسم میکنه از خنده روت پر میشه. وقتی مجسم میکنم که این یهودای خائن الان کنار قوطی سنجاق سیله نشسته، یه تیکه شیشه که دو تا کوپکم نمیارزه تو قوطی محکم قفل کرده، همین که مجسم میکنم از خنده میخوام ببینم. ای خدای من، را خودم مرتب کنم. حتما این موضوع خور حالا نشسته از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجه. با خودش حساب میکنه که این 6000 روبلی که به کرچینسکی دادم پول کلونیه و چون کار کرچینسکی ساخته شده و به علت ورشکستگی نمیتونه اونو پس بده، پس این سنجاق الماس مال خودم میشه. اما بیچاره کور خونده، نه فیودور، بیچاره نمیدونه با کی طرفه. آقای کرچینسکی یه ناپلئون. فیودور یه مداد به من بده ببینم. جان بیان از یاد داشت کنم. مداد خوبه، مرسی. بگو ببینم چی گفت. گفت اروویکا ادریکا چی گفت؟ مثل اینکه گفت امریکا. خیلی خوب، فرض کنیم گفت امریکا باشه. اولین سگ شکاری که گیر بیارم اسمشو میذارم امریکا. سگمو صدا میکنم آهای امریکا. بیو 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 بیو. خیلی خوبه، اصلا قشنگه. نه میبینی فیودور کرچینسکی داد میزنه امریکا. پیدا کردم، واقعا هم راه حل پیدا کرده بود لعنتی. بله آقای راسپلیف، آره شما که گفتید پاک دیوونه شده و میخواستی تحویل تیمارستانش بدی. راست میگی، من خیلی سادم. ولی تو میدونی چطور این حقه رو سوار کرد؟ از کجا بدونم آقای راسپلیف؟ میدونی که من آدم بی عقلی نیستم، ولی از این کار اصلا سردر نمیارم. هرچی پیک کردم، هرچی عقل و هوشم رو سرهم کردم، چیزی دستگیرم نشد که نشد. عقلم قد نداد که نداد. خیلی خوب، خیلی خوب. میخوایی این معما رو برات حل کنم؟ حل کن. بله من حاضرم این معما رو برات حل کنم. فقط یه شرط داره که پیش خودمون بمونه، چون میدونی این سریه که نباید فاش بشه. خیلی هم سریه. یعنی آقای رسولی قربان، این چه فرمایشی که میفرمایید؟ یعنی من خودم متوجه نیستم. خوب گوش بده، بذار این فرکم رو مرتب کنم. همین که این فکر تو کلش اومد دیگه ولش نکرد، اونو پخت و پخت و پخت و پخت تا حسابی پخته شد. وقتی حاضر شد گفت آقای راسپلیف کمکم کن، نجاتم بده. من جواب دادم آقای کرچینسکی حاضرم، حاضرم به هر کاری تن بدم. گفت راسیلی میدونی چی کار باید بکنی؟ باید با هر حقه‌ای شده اون الماس از چنگ مادمازل لیدیا در بیاری، همون الماسی که من اول پاییز دادم براش سنجاق سیله ساختن، یادت هست؟ مطابق همون مدلی که بدلش توی کشوی میز تحریر من افتاده. من به فکر فرو رفتم. شما به فکر فرو رفتی؟ خب معلومه، پس کی به فکر فرو رفت؟ من به فکر فرو رفتم. من گفتم آقای کرچینسکی این کار خیلی مشکله، خیلی، ولی در هر صورت رفتم و نیم ساعت بعد مثل شاهین شکار رو همراهم آوردم و گفتم آقا بفرمایید. اون سنجاق سینه رو گرفت و با بدلش مقایسه کرد، با همون سنجاق سینه بدلی که روی اون ساخته بودن، بعد هر دو رو تو کیف بغلیش گذاشت. تو کیف بغلیش؟ معلومه تو کیف بغلیش. مگه اربابو نمیشناسی؟ از اون زرنگا و متقلبای روزگاره. میبینی اون سنجاق بدلی رو که آهن پاره بیشتر نبود و دو پول ارزش نداشت دور ننداخت؟ نه، همین سنجاق بی مصرف امروز به دردش خورد. هر دوتا سنجاق رو برداشت و یه راست رفت کوچه کیسیلیوف پیش نیکا نوربیک. به محض رسیدن به دکونش گفت آی مردک پول بده. بیک جواب داد چه پولی، من پول ندارم. گفت اگه گروهی بدم چطور، اون وقت داری؟ بیک گفت اگه گروهی بدی پول دارم. یهودا خب اگه این جواهر رو گره بذارم چقدر پول میدی؟ صراف به محض دیدن سنجاق یکی خورد، ماتش برد، دهنش باز بود، چشماش برق زد، لرزه به اندامش افتاد. اونو روی شیشه کشید، زیر ذره بین گذاشت، بعدش هم به شقیقه هاش مارید، هر آزمایشی بلد بود انجام داد. خب دید جواهری بی‌نظیر.
گفت 4 تا 4000 روبل میدم. کچسکی گفت طول است که بی‌انصاف، این سنجاق 10000 روبل ارزش داره، نمیارزه؟ خیال میکنی حالو گیر آوردی؟ اصلا نمیخوام با تو معامله کنم. طرف که از دیدن اون جواهر هوش از سرش پریده بود، حاضر نبود اونو پس بده، ولی کرچینسکی به زور از اون گرفت و دوباره تو کیف بغلیش گذاشت. گفت 7000 تا میدی؟ صراف گفت نه نمیتونم، نمیتونم، 5000 تا میدم. ارباب گفت 7000 تا کمتر نمیشه. نه نمیخوام، 6000 تا. شر میدی؟ خب خداحافظ، بپا پشیمون نشی، خود دانی، ولی اشپرینگل 8000 تا هم به من خواهد داد. اون فرومایه از شدت هیجان میلرزید و قیافه غارتگرا رو پیدا کرده بود، مثل گرگ زوزه کشید. کشیسکی گفت بیا بگیر، دستتو بده. گفت بیا اینم دستم. کرچینسکی گفت یه جعبه با لاک و مهر بیار. گفت چه جعبه ای؟ گفت معلومه چه جعبه، یه قوطی تا با دست خودم این جواره تو اون بذارم و لاک و مهرش کنم، اینطوری خاطرم جمعه که محفوظ میمونه. مسلمه که این گنج رو دستتو نمیدم، فهمیدی ها؟ عجب عجب، پس این تو. صراف خوشحال دوی دنبال یه قوطی. کرچینسکی گفت پولم ورد بیار، پول. پول آورد. حالا خوب نگاه کن، از کیف بغلی سنجاق سینه رو در آورد، ولی این دفعه اون بدلیه رو، همون یکی که مدل بود. گفت این چیه؟ خوب نگاه کن، سنجاق و جلو چشماش میچرخون. اینو میبینی؟ به اندازه کشور برزیل قیمت داره، نمیارزه هان؟ به تمام حیدرآباد هند میارزه، نمیارزه هان؟ عجب، خدای من. از شدت هیجان خون تو چشمای اون حریص لعنتی دویده بود، سرخ سرخ شده بود. کرچیسی گفت آدین، دوا، تری، 1، 2، 3 و سنجاق توی قوطی انداخت و بد لاک و مهرش کرد. صراف پولا رو داد کرچینسکی قوطی رو، اومد و یه دست بزرگ اسکناس برای من رو میز پرت کرد و گفت خب بفرما، اینم پول، بردار آقای کرچینسکی رو به یاد داشته باش. عجب، خداوند. ناپلئونه، ناپلئون پهلوان پهلواناست، مرتاز ساحر جادوگره. عجب کلاهی سر یارو گذاشت، خوب سرش شیره مالید، حسابی یارو رو خر کرد. تا دنیا دنیاست، دیگه کسی نمیتونه همچین کلاهی سرش بذاره، کلاهی به این بزرگی، اونم سر کیه یه نزول خور. این مهمه، کلاهی گذاشت که تا قیامت همه اونو به یاد خواهند داشت. آره واقعا هم اینطوره، چه کلاه گشادی سر یارو گذاشته. خداوند، عجب کلاهی سر یارو گذاشته. بله، عجب ماهرانه سرش کلاه گذاشته، واقعا حیرت انگیزه فیودور، باور کردنی نیست. هم پول آورد و هم جواهر رو. امشب با این جواهر رو با اظهار تشکر به صاحبش پس میدیم. آفرین به کرچینسکی، هیچ برگه ای، هیچ اثر جرمی هم از خودش به جا نذاشته. حالا قرضایی که به اعضای باشگاه داره همه رو تمام و کمال پرداخت میکنه، یک عروسی آبرومند برپا میکنه، صاحب 1,000,000 ثروت میشه. ثروت رو میزنه به کار یک کوتلا به دست میاره و در نتیجه یه ارباب بزرگ و شخصیتی دارا و معروف میشه. البته البته فیودور ما رو فراموش نمیکنه. فیودور ما رو که فراموش نمیکنه نه؟ خیلی خوبه اگه فراموشتون نکنه. به من وعده داده 200,000 تا بده. خب اگه وعده داده که دیگه نگرانی نداره. یه ضرب المثل اوکراینی میگه اگه ارباب وعده پوستین بده، آدم باید تنها با همون وعده گرم بشه. چی گفتی؟ این ضرب المثل از کجا پیدا کردی؟ مثل اینکه شک داری. میگم وعده داد، دیگه بحثی نیست، چون قول مردونه داد. های مثل که خودشه. بله آقای کرچینسکی زنگ میزنه، بله ایشون تشریف آوردن. به احترامشون، پهلوان پهلوانان، مرتاز ساحر جادوگر. متشکرم. امروز عجب روزی داشتم. وای فیودور. بله ارباب. اون صندلی رو بده ببینم. اینم صندلی. خسته شدم. اولین باریه در زندگی
احساس خستگی میکنم. معلوم میشه که دیگه پیر شده. خب شما اینجا همه چیز مرتب کردید که ببینم. همه رو مرتب کردیم اربا. همه چیز مرتبه. بسیار همه رو مرتب کردیم. راستی یه شمدون دیگه هم اینجا بگذارم. میذارم. عجب آپارتمان مجللی دارم من. باعث شرمندگی هیچ دامادی نیست. رسفیلیه. بله آقا. خب تو همه کارا رو انجام دادی؟ بله آقای کرچینسکی. همه کارا رو انجام دادم. همه رو همونطور که دستور داده بود مو به مو انجام دادم. قبض رسیدش هم میخوایم بدم. بله مسلمه باید قبض رو بدی. به شرط قسم که طلبشون رو پس ندادی. ها؟ اینا رو گرفتی. بسیار فیدور بیا اینا رو بگذار توی کشوی میز تحویل. میذارم با کشوی میز تحویل. بفرمایید. اینم ساعت شما که از گیرو تر آوردم. اینم زنجیرش. بفرمایید. ملاحظه میفرمایید که کارها رو همه رو به خوبی انجام دادم. آفرین آفرین آفرین. خوب انجام دادی. ولی من خیلی خسته شدم. میخوام ماساژتون بدم؟ نه یا پشت اینجا. من نهار تو باشگاه خوردم. نهار خوبی بود. مدت ها بود چنین اشتهایی نداشتم. جای ما خالی بود. اون احمق اینجا بود. منظورم نلکینه. مثل جغد به من زل زده بود. با چشماش میخواست منو بخوره. بیش خودم گفتم عروس خانومی که به باد دادی، حالا هر چه دلت میخواد به من نگاه بکن، فایده ای نداره. من کارم رو شسته و رفته و بی ایراد انجام دادم. گفتم کرخوندی، من خودم خیلی تجربه دارم. البته به خودم میگفتم، اما تو چشماش نگاه می... منم آقای کرچینسکی. همین که کارا رو انجام دادم به طرف رستوران ترویسکی رفتم. آه ترویسک، هنوز اونجا رو پس فراموش نکرد. نه قربان. شکرم. مثل شخصیت های مهم میدونید که وارد شدم و یه راست رفتم وسط یه کاناپه نشستم، در واقع لم دادم. وسطش نشستی بعد لم دادی. باری کرد. این جستایی که خودتون میگیرین من دیدم، گفتم گارسون بونجول. بونجور. یک سوپ عالی، سوپ ماهی عالی، دو تا پیشکی، یه بچه خوک بریان درسته. عجب. خودم هم آقا باورم نمیشد. شک داشتم که این منم یا من نیستم. یه سوپ مخصوص بی نظیر آوردن. چربی های ستاره مانندش مثل که هر روات تو بشقاب میدرخشید. اما همین که قاشق اولو به دهنم بردم به یاد صرافه آقای بیک افتادم و مجسم کردم که چطوری به جای جواهر شیشه رو تو گاف صندوقش پنهان کرده. همین که یادم آمد چنان به خنده افتادم شی کردم که سوپ به همه جا پاشید. گنجشو در آوردم. آقا حتی چند قطره این جلیغم پاشیده. مثل آدم رفتار درست میگین. به خدا قسم همین که یادم میاد نمیتونم خودداری کنم. خدای اما حیف که این جلیقه لک شد. بله بله بله. بسیار خوب بسیار خوب. گوش بده. بله. خنده تمام. تمام شد. مسخره باز. بله بله. وقتی مهمان ها میان تو پدر مادمازل لیدیا رو به حرف بگیر، مشغولش کن. هر چرت و پرتی به نظرت میرسه بگو تا من با مادمازل لیدیا و خالش تنها به راحتی بتونم صحبت کنم. کار عروسی رو همین امشب تمام میکنم و در همین دو روز آینده مجلس عروسی رو راه میندازم. ولی مواظب با زیاد دروغ نگی. من تو رو میشناسم. اگه جلو خودت رو نگیری چنان دروغایی سر هم میکنی که پناه بر خدا. چرا دروغ بگم آقا؟ آخه چرا دروغ بگم؟ با وجودی که من همه کارا رو به خوبی سر و سامان میدم، ولی شما حتی یه بارم نشد که از من تعریف کنین. من بله. از تو تعریف کنم؟ عجب. تو اصلا پپه و حالو به دنیا اومدی. تا آخر عمرم حالو باقی میمونه. دست شما درد نکنه. حالا صبر کن ببینم. باید فکر کنم. ببینم
لباسات مرتبه؟ قربان بنده از رستوران ترویسکی یه راست رفتم پیش اون سلمونی فرانسوی و سرم رو ببینید حالا گارسون کردم. آه متوجه نبودم. میبینید برای دستکشا هم یه روبل و نیم پول دادم. میبینید سفید سفید مثل برف. اصلا لازم نبود البته این کارا رو بکنی. یعنی چطور لازم نبود؟ مگه بدون دستکشای سفید ممکنه؟ البته با اجازه فراک شما هم پوشیدم. بفرمایید ببینید. میدیدم برای من آشناست. خب باشه باشه عالیه خوبه. صبر کن ببینم. ببینم بچرخ ببینم. بفرمایید. درست درست وایسا. بفرمایید. آره حالا برای خودت آدمی شدی. قربان چرا منم برای خودم شخصیتی نباشم؟ همه این چیزها به پول بستگی داره. پول که ندارم لباسام کهنه است. دائم تو زحمت و تکاپو هستم. ولی اگه پول داشته باشم به جای این همه دوندگی فرمان میدم و دیگرانو با سرزنش دنبال کارام میفرستم. خب بس دیگه بس دیگه. حالا همگی آماده بشید. فیودور. بله بله همه چیز باید عالی باشه. عالی متوجه اید؟ پذیرایی محترمانه با متانت بدون عجله دستپاچگی. دو نفر گارسون در اتاق پذیرایی. البته اینجا یک مبل دیگه هم باید بگذاری. میز ورق بازی رو بگذار اون طرف اونجا. آه ببینم ساعت. آه الان دیگه باید مهمان ها از راه برسن و بالاخره کار میشه تمام. سفینی متوجهی؟ سب کن فیادر ببینم. سب کن. بله ارباب. من اونجا در راه روی تصویر یک جنرال زمان پادشاهی کاترین رو دیدم. اون از کجا پیدا کرده بودی؟ عجب قیافه‌ای داشت. اینطوری عجیبه. الان برو تمیزش بکن بیار اینجا بالای میز تحریر من نصب کن. این تصویر رو به عنوان شجره نامه خودم خب جا میزنم. بله ارباب. اومدند. بله ساکت. آماده اید؟ ما باید بریم به استقبال اونا. ولی تو راسفیلیف همینجا بشین محکم روی کاناپه مثل اشخاص مهم. روزنامه رو گیر دسته. بگیر دسته این روزنامه رو. میگم اما روزنامه رو بردار بشین درست. آها پفه بی ارزه بشین. خب میبینید دوباره سرزنش و حرفای نامربوط شروع شد. ولی تا چند لحظه پیش میگفت تو خوبی. اونجا تو به من 200,000 روبل وعده دادی یادت باشه. مجلس دوم. چه منزل زیبایی داری. بله زیباست. خیلی زیباست. چقدر با سلیقه. تو همه چیز سلیقه داره. همه چیز. بله بله منزل خیلی خوبیه. مدام این منزل برای من فقط از این لحظه به بعد زیباست. چقدر نکته سنجی حاضر جواب. چه مرد خوب و نازنینی. آقای کرچینسکی میدونین چی میخوام به شما بگم؟ میخوام بگم که در زندگی فقط یه تأسف دارم. عجب مدام آنا چه تأسفی؟ که جوان نیستم. اگر جوان بودم به خدا قسم نه یک دل بلکه 100 دل عاشق داشتم. در این صورت من هم باید افسوس بخورم که چرا پیر. چه تعارفاتی به هم میکنی لیلی عزیزم. تو حسادت میکنی؟ به خاطر اینکه حسادت میکنید من باید دست شما رو ببوسم. ولی همیشه باید خانم منصف بود. منظورتون از این حرف چیه؟ من گفتم باید افسوس بخورم. ولی توجه داشته باشید که بین باید و واقعیت فرق بسیار. همیشه آقای کوچیکی میخوام یه چیزی از شما بپرسم. چی میخواید بپرسید؟ البته محرمانه است. بیاین. بله شما منو دوست داری؟ دوست دارم. بله خیلی خیلی. میشه گوش بدین. میخوام منو خیلی دوست داشته باشین بدون حد و حصر دیوانه وار. بله همونطور که من شما رو دوست دارم با روح و قلب. نه
میخوام فقط با قلبتون. چه زن مهربان و دوست داشتنی خواهم از چی صحبت میکنی؟ خب درباره مسئله‌ای حاضرم شرط ببندم که صحبتتون درباره لباس. خاله جانی شرطو میبازیم. آقای مرومسکی چرا نمیفرمایید بنشینید؟ خواهش میکنه. چه مبلی دوست دارید؟ مبل پشت بلند یا پشت کوتاه؟ آقای راسپیلیف یکی از اون مبل ها رو خواهش میکنم. نه 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 چلو بیا. من اینجا روی این کاناپه میشینم. همینجا خوبه. اجازه بدید آقای راسپیلیف یکی از دوستان و ملاکین بزرگ و البته همسایه خودم رو به شما معرفی کنم. تعظیم عرض میکنم. افتخار دارم. خیلی خوشبختم. در ارتش تشریف دارید یا در خدمات دولتی؟ در خدمات آقا در خدمات قربان در خدمات دولتی. مقیم مسکو هستید یا در ده زندگی میکنید؟ در مسکو قربان یعنی گاهی ولی بیشتر تو ده. بفرمایید ببینم ملک شما در کدوم ایالته؟ در ایالت سیمبیرسک قربان. در سیمبیرسک. در کدوم بخش؟ کدوم بخش؟ بله آقا اسمش چیه؟ آه بله 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 اون یعنی خدای من چی بود؟ عجب گرفتاری شدم اسمی آبادی رو نمیدونم سر زبونم ها. آره به یادم نیام. آه خداوند آقای کرچینسکی اسم بخش آبادی ما چیه؟ کدوم بخش؟ بخش ما آقا. بخش ما آن داره بله ما در بخش آراتوفسک. بله آها بخش ما بله ما در بخش آراتوفسک هستم. بله ملاحظه فرمودید؟ در آراتوفسک. بله ایالت سیمبیرسک بخش آراتوفسک قربان. ولی آقا بخش آراتوفسک در ایالت نیژنی‌گراد واقع شده. در نیژنی‌گراد؟ یعنی چطور در نیژنی‌گراد؟ آقا یکی چیزکی ایشون چی میفرماین؟ ایشون میفرماین که بخش آراتوفسک تو ایالت نیژنی‌گراده. نه 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 جانم خدا. نه عزیزم دو تا هست. یکی آراتوفسک در ایالت نیژنی‌گراده البته. بله بله. یکی هم در ایالت سیمبیرسک. خب ملاحظه میفرمایید؟ آه بله بله واقعا همینطوره که میفرمایید. یک آراتوفسک در نیژنی‌گراده و یکی دیگه در سیمبیرسک. سیمبیرسک. بیر اجازه بدید من درستش کنم. یک آراتوفس در نیژنی‌گراد و دیگری در سیمبیرسک. سیمبیرسک ها. ببخشید معذرت میخوام حق با شماست. بفرمایید ببینم حاکم ایالت شما کیه؟ بله عجب گرفتاری شدیم و مثل اینکه این احمق دست بردار نیست. خدای من نمیدونم عاقبت چی میشه. پرسیدم حاکم ایالت شما کیه؟ بریونوف. نمیشناسم. بریونوف قربان. افتخار آشنایی با ایشون نصیبم نشده. خب معلومه که نباید بشناسیش. خوبه آدم خوبیه. شایسته ترین آدمیه که تا به حال دیدم. آزارش حتی به مورچه هم نمیرسه. در این سال و زمونه اینطور آدم ها نادرن. نادر؟ نه آقای مرومسکی به طور قطع و یقین میتوان گفت که چنین مردمانی دیگر اصلا وجود ندارند. ولی خوبه مطمئن باشید یقین داشته باشید که وجود ندارن. بگردید اگه پیدا کردید. پیداست که شما در زندگی از مردم بدی ها دیدید. خیلی خیلی آقا رنج ها کشیدم. چیزها به سرم اومده که اگه به سر دیگری اومده بود چیزی از اون باقی نمون. ولی خب خوشبختانه زنده هستم. سرم رو گفتم. یعنی سرم رو بله 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 متاسفانه هنوز مردم آزار زیاده. البته در زندگی از این اتفاقات زیاده. ولی زمین های نواحی شما چه نوعیه؟ زمین ها؟ زمین ها اون بد نیست. زمین های منطقه شما باید از نوع زمین های سیاه باشن.
از زمین های حاصل خیز، چون که ناحیه شما در ایالت سیمبرس واقع شده. بله 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 همینطوره، از زمین های نوع سیاس، خیلی سیاس، یعنی کاملا سیاه سیاس، عالیه، به زغال میمونه، فوق‌العاده است. پس حتما محصول خوبی برداشت میکنی. حاصل رو میفرمایید؟ بله. اونقدر گندم به عمل میاد که قادر به، یعنی زورمون نمیرسه اونو برداریم. به خدا قسم ابدا قادر نیستیم. واقعا عرض کردم از برداشتن عاجزیم، اهمیت هم به این موضوع نمیدیم، چون که چندان احتیاجی هم به اون مالکان حدود شما چگونن؟ بفرمایید ببینم در منطقه شما وضع برداشت و آسیاب و خرمن گندم به چه ترتیبیه؟ مردک عمدن این سوالا رو میکنه ها. خدایا عاقبت کارم به کجا؟ پرسیدم خرمن. اما راجع به کوبیدن خرمن بعض برداشتش چطوریه؟ اما راجع به کوبیدن خرمن باید عرض کنم که آقای مرومسکی، بله قربانت کردم، این چه سوالاییه که از این آقا میکنی؟ کار اون فقط اینه که همراه سگاش به شکار بره. از کار ملک و ملکداری ابدا سررشته نداره. آقای گرچینسکی فقط پول خرج میکنه. شما فرمودید که املاکتون در ایالات سیمبرسکه. بله سیمبرسک. ولی اقوامتون در ایالات ماگیلیوف زندگی میکنه. بله ماگیلیوف. بله 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 بله. املاکی که در ایالات سیمبرسک دارم ارث مادریه من. صحیح. بله. متوجه شدم. قبلا توضیح داده. ولی مادر شما از کدوم خانواده است؟ از خانواده بسیار نامدار معروف، حتما شما میشناسید، از خانواده کالخوف. بله. بله. بله بله از خانواده های قدیمیه. بله بسیار قدیمی محترم معروف. ملاحظه بکنید این تصویر میبینید این بالای میز تحویل من، این تصویر جد منه، جد بزرگوار من. یعنی پدر مادرم. صحیح صحیح. عجب بسیار خوب. آقای راسپیلیف. بله قربان. مرومسکی عزیز من، پدر زن مهربان منو تنها نگذاری. ایشون آقای مرومسکی جد من رو بسیار خوب میشه. بله بله از نزدیک، از نزدیک. بله همسایه بودن با هم دیگه. بله بله با اجازه. مجلس سوم. بله آی محترم، اگر در ایالت ما، در ایالت یاروسلاب، به کشاورزی می پرداختید، حالا حال و روزگار دیگه ای داشتید. در نواحی ما بدون فنون جدید کاری از پیش نمیره. باید با روش های تازه کشت و زرع آشنا بود. واقعا بدون فنون جدید کاری نمیشه از پیش برد. بله قربان ابدا نمیشه. بله. خودتون قضاوت کنید، زمین های ما سیاه نیست، سفیده، سرده. بدون کود گندم عمل نمیاد. واقعا عمل نمیاد؟ بله عمل نمیاد. اینجاست که آدم ناچاره به فکر چاره بیفته، تو مجله ها سر بکشه. می نویسن که انگلیسی ها چنان محصولی برداشت می کنن که استپ های روسی هم به پای اونا نمی رسن. انگلیس ها؟ قربان این حرفا رو کی به شما گفته؟ کشت و زر اونا بی ربطه، همه اونا از گرسنگی می میرن. این از نتیجه فنون کشاورزی اونا. من قربان از این نژاد متنفرم. واقعا؟ به محض این که حرفشون رو می زنم یا به فکرشون می افتم تنم به لرزه می افته. شما خودتون قضاوت کنید. فرد فرد اونها بوکسرن. شما قربان می دونید بوکس یعنی چی؟ نه نمیدونم. من میدونم. بله خوبم میدونم. این جامعه فاقد اخلاق دیاته، منکر کمک به هم نوع هستن. بله بله اونا که از بچگی این فن رو میآموزن، این فن رو عرض میکنم. نگاه کنین اینجوری مسلمن که محبتی به دیگران نخواهند داشت، به نزدیکانشون حتی علاقه ای به کمک به هم نوع ندارن. بله اونجا دیگه صحبت از کمک به هم نوع نیست، هرچی از بوکسه. هرچه اونا معذورن، چون کمبود زمین و هوا اونا رو اینجوری بار آورده، زمین به اندازه کافی ندارن، به هر فرفردشون یه ذره بیشتر نمیشه. اینه که خانه‌ها با مش چونه همدیگر رو نوازش میدن. ولی قربان پس این اختراعات مهم، کارخونه ها، ماشین ها، کشتی ها رو چی میفرمایید؟
باعث و بانی همه اینا گرسنگیه. بله قربان، گرسنگی. گرسنه که بودید هر کاری میکنید، در هر کاری موفق میشید. اگه باور ندارید امتحان کنید، یکی از این رعیت‌های احمقتون رو تو انباری حبس کنید و گرسنگیش بدید، اون وقت ببینید چه کارها که نمیکنه آقای مورومسکی. خودتون بی‌طرفانه قضاوت کنید. بله بی‌طرفانه. مگه نه اینه که اون چی که خوراک گاوای ماست اونا تو سوپ به جور میریزن؟ به خدا قسم علاوه بر اون آقای نرشین، دوست عزیز، بالاخره اومدید. چرا اینقدر دیر؟ افتخار دارم که ایشونو معرفی کنم، ولادیمیر دیمیتریویچ نلکین، همسایه ملک ما و دوست خانوادگی ما. ایشونم ایوان آنتونوویچ راسپیلیه. من قبلا افتخار آشنایی با ایشونو داشتم. این افتخار نصیب منم شده. آی نلکین، چرا اینقدر دیر اومدید؟ به کاری پیش اومد. قربونت برم، ساعت 8 شب چه کار مهمی ممکنه پیش بیاد؟ آقای مورومسکی، یک کار فوری پیش اومده بود. اگه بدونید چه کاری بود تعجب میکنید. تمام بدنم از این کار آتیش گرفته. بله پیداست که آقای نلکین مرد عمله و مرد عملم مثل جیوه بمونه، آروم نمیگیره. آقای نلکین، هیچ میدونید که آقای راسپیلیف چگونه انگلیسی ها رو میکوبه؟ ملتی مار صفتن، نیشدارن، اصلا نجابت و جوانمردی نداره. این عقیده و نظر شماست؟ بله این عقیده و نظر منه. اعتراف میکنم که این عین حقیقته. اسم شما چیه؟ ایوان آنتونوویچ. نام خانوادگی شما؟ راسپیلیف. آقای راسپیلیف، کجاست که پلیدی و شرارت نباشه؟ ها؟ کجاست؟ نه به عقیده من پلیدی و شرارت رو باید ریشه‌کن کرد، حتما باید ریشه‌کن کرد. بسته به اینه که پلیدی و شرارت کجا و از چه نوع باشه. مثلا اگه پسی و حق بازی زیر شنل کارمندی دون پایه مخفی شده باشه، زشت و بیشرمانه هست ولی خطرناک نیست. ولی وقتی پلیدی و شرارت زیر فراک خوشدوخت و سوی دستکش‌های سفید پنهان شده باشه، خطرناک. وقتی که پلیدی در باطن شخصی که جزو طبقات مرفهه، در باطن شخصی که سوار کالسکه میشه و در مجالس اعیان و مناظر خانواده‌های نجیب و اصیل رفت آمد میکنه، در باطن شخصی که ادعای شرافت داره پنهان باشه، خطرناک. بله آقای مورومسکی، واقعا همینطوری که ایشون میفرماین این حقیقته. من در این مورد مثالی دارم قربان که براتون نقل میکنم. آقا یه مثال زیاد. آقا متوجه شدید که خطر کجاست؟ اگر زیر شنل یا پیراهن کثیف و سیاهی باشه اشکالی نداره، مهم نیست. ولی اگه زیر فراک، پیراهن سیاه و کثیف باشه، زیر فراک. بله زیر فراک. واقعا همینطوره. بارها اتفاق افتاده که این تازه به دوران رسیده این حق بازا به ما گرکای والاندیده نارو زدن. حتی پیش اومده که یه نفر حق باز یه راز از تبعید به جمع ما وارد میشه و چنان قیافه میگیره و پوز افاده میفروشه که نگو. پوز افاده میفروشه؟ بله پوز افاده میفروشه قربان. حق باز پوز افاده میفروشه؟ نه واقعا فکرشو بکنید، آدم حق بازی میاد و پوز افاده هم به ما میفروشه. واقعا خنده داره. الهی ببری. بله بله میگن از این اتفاقات افتاده. ولی آقای مورومسکی، بله، وحشتناکتر از همه اینه که چند نفر از هموطنان بیکاره در مملکت خودمون چنان برادران هموطن خودشونو لخت میکنن و سرشون کلاه میذارن که انگار با دشمناشون طرف. عجیبه. ببینید چگونه بیرحمان حق بازار میکوبه. یعنی چی؟ این مرد کاملا کور شده، متوجه هیچ چیز نیست. چی کار باید کرد؟ آقای مورومسکی جانم، من میخوام یه چند کلمه با شما صحبت کنم. چه مطلبی دارید؟ لطفا تشریف بیارید. بفرمایید. آقا شما میدونید کجا هستید؟ چی میفرمایید؟ چی میگید؟ نمیشنوم. از شما میپرسم کجا هستید؟ یعنی چی؟ کجا هستیم؟ اینجا هستیم. اینجا همه نمیبینید؟ اینجا کجاست؟ پناه بر خدا، این چه سوالیه که میکنید؟ اینجا هستیم. مثل اینکه حواست پرته. نه نداری. مگه نمیدونی که اینجا منزل آقای کریچینسکیه؟
ما هم الان در منزل اون. نه خیر، نه، شما در منزل دزدان هستید. مثل این که تو عقلتو از دست دادی. نه نه آقا، عقلمو از دست ندادم، بلکه شما کور شدید. متوجه هیچ نیستید. میخوان دختر شما رو بدستن، ولی شما ابدا متوجه نیستید. آقای نلکین جانم، من از تو انتظار نداشتم که علیه داماد آینده من چنین حرفایی بزنی. حواستو جمع کن. پدر شما حواستون رو جمع کنید. قربان، شما لب دره ایستادید و نمیبینید که دارید پرت میشید. نظری به دوروبرتون بندازید. خوب، یه آشی براتون پختن که یه وجب روغن روش ایستاده. میخوان دخترتون رو بدستن. یک دوست، یک کلاه بردار ورشکسته حرفه‌ای، یک قمارباز پاک باخته مثل مار به منزل شما، به کانون پاک خانواده شما میخزه، ولی شما متوجه نیستید. قمارباز نمیخواد در مورد ما صحبت میکنن. قربان، ممکنه بفرمایید که برای این ادعاها دلایلی هم داری؟ بله که دارم، شما گوش بدید. دلایلتون چیه؟ سنجاق الماس کجاست؟ کدوم الماس؟ اون سنجاق برلیان لیدیا جان میگی؟ بله 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 قربان، همون سنجاق. اون پیش خودشه، پیش لیدیا جانه. یقین دارید؟ یقین دارم. نه نه، سنجاق الان پیش دخترتون نیست. بفرما، دروغتون برملا شد. صبر کنید آقای منومسکی، صبر کنید. من ثابت میکنم که سنجاق برلیان مادمازل لیدیا در منزل شما نیست. اون سنجاق الان تو دست دیگرانه. کجاست؟ تو دست کیه؟ پیش صراف رباخاری گرو گذاشته شده آقا. جانم، حرفای بی ربط نزن. من خودم اونو دیروز دست لیدیا جان دیدم. بله دیروز، نه امروز. آقای نلکین گوش بدید، من به شما اطمینان میدم که کرچینسکی سنجاق سینه مادمازل لیدیا رو پیش رباخاری گرو گذاشته. بله بچه، خیلی هم بچه، برم خبرش کنم. ولی چطور سنجاق به دست کرچینسکی افتاد؟ مگه نمیدونید که راسپلیف امروز اومد منزل شما و سنجاق رو از مادمازل لیدیا گرفت؟ گرفت؟ بله. یعنی چطور گرفت؟ بفرمایید. همین ایشون بودن که برای گرفتن سنجاق اومده بودن. کی؟ این راسپلیف؟ بله همین راسپلیف. یعنی چی؟ من امروز صبح اومدم منزل شما، دیدم اون از من زودتر اومده و با خانم آتویوا مشغول صحبته. بعد دیدم مادمازل لیدیا وارد شد و شیعی رو به اون داد. قلبم تکون خورد. با خودم گفتم نکنه این آقایون خیالاتی به سرشون زده باشه. گفتم نکنه این آقا دنبال سنجاق سینه اومده باشه. شما تصدیق میفرمایید آقا که هیچ آدم حسابی به خودش اجازه نمیده از خانمی همچین درخواستی بکنه؟ این کار کسر شنه، ولی اون این خیالش هم نبود، چون اونا عزت نفس ندارن. شیء رو گرفت و سوار سورتمه شد. من دنبالش کردم، هر جا رفت دنبالش رفتم. از این خیابون به اون خیابون، از این کوچه به اون کوچه، از این محله به اون محله، از این سر شهر به اون سر شهر. خلاصه تمام شهر رو زیر پا گذاشت. اینه که دیر اومده. خب چه نتیجه؟ من که گفتم سنجاق و پیش بیک اون رباخار معروف گرو گذاشت. غیر ممکنه، مگه چنین چیزی ممکنه؟ یقین سوء تفاهمی پیش اومده. من همین الان از پیش بیک دارم میام. از پیش رباخار؟ بله از پیش رباخار. اگه باور ندارید بفرمایید همین الان با هم بریم پیش اون تا خودش همه چیزو براتون تعریف کنه. یعنی چه؟ خدای من یعنی چه؟ لیدیا، لیدیا، لیدیا جان. بله پاپا جان. بیا اینجا. چی کار دارین؟ لیدیا جان بگو ببینم سنجاق سینه‌ت صحیح و سالمه؟ بله پاپا جان صحیح و سالمه، کاملا سالم. پدر جان چرا من صدا زدین؟ من از بازی موندم. با میشل داریم بلیارد بازی میکنیم. اون عمدم به من میبازه. اینقدر جالب، اینقدر خوشحالم که نپرسیدی. مادمازل لیدیا شما در اشتباهید، سنجاق سینه شما گم شده. گم شده؟ شما که اونو دادید به... خب که چی؟ پدر من امروز صبح سنجاق رو برای کرچینسکی فرستادم، اون روی سنجاق من شرط بندی کرده چی؟ بود. چی میگی؟ اون با پرنس بلسکی درباره سنجاق من شرط بندی کرده بود، نمیدونم راجع به قیراتش یا راجع به خصوصیات دیگه. آقا دروغه، دروغه. دای من چرا این حرفا رو میزنیم؟ سنجاق پیش کرچینسکیه، همین الانم به من گفت که سنجاق پیش اونه. خب بعد؟ خب پدر مگه چی شده؟
الان سنجاق به من پس میده. نه 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 نه، فکر نمی کنم. این حرفا چیه که شما میزنین؟ آقای محترم شما چه حقی دارید؟ مادمازل لیدیا، محض رضای خدا از من نرنجید. قصدم خدمت به شماست. در این میون من که تقصیری ندارم. به خاطر شما حتی حاضرم بمیرم. حاضر به تحمل هر رنج و شکنجه‌ای هستم. ولی ناچارم. به شرافتم قسم وظیفه خودم میدونم که شما رو. این حرفا یعنی چی؟ پدر جان وحشتناکه. بابا جان، بابا جان، دخترم آروم باش. نه ترس. خودم هم متحیرم که این چه اوضاعیه. من توضیح میدم. لیدیا عزیزم چی شده؟ چرا ناراحتی؟ آقای محترم شما اینجا چی کار میکنین؟ چی میگین؟ بازم چه دروغایی سر هم میکنین؟ بازم مشغول خبرچینی و دو به همزنی هستین؟ آقای کریزینسکی؟ ببخشید ما میخواییم راجع به مطلبی یک دقیقه به طور خانوادگی بین خودمون صحبت کنیم. به طور خانوادگی؟ خب بفرمایید، من که در خانواده شما غریبه نیستم. بله البته صحیح میفرمایید، ولی من از شما خواهش میکنم آقای مورومسکی رودربایستی لازم نیست. حالا که میل دارن از مطلب مطلع بشن بهتره که راست و پوسکنده مطلب رو بگیم. آقای محترم ما راجع به سنجاق سینه میخواییم صحبت کنیم. آقای مورومسکی درباره کدام سنجاق سینه میخواید صحبت کنید؟ درباره همون سنجاق سینه بریلیان که شما امروز صبح از دخترم گرفتی. آها بله بله گرفتم بله. مگه ایشون به شما نگفتن که من سنجاق رو گرفتم؟ خب حالا اون سنجاق کجاست؟ ها متوجه شدم، پس اینطور. بله بسرید همه شما رو نگاه بکنم تو چشماتون. بس اینطور. خدای من. پس معلوم میشه که من با چه اشخاصی طرفم. خودم نمیسیم. بگید ببینم کدام احمقی، کدام پس فطرتی یا کدام آدم بیکار و حق باز مزبزبی جرعت کرد که شنید تو بری کنان کنان جلو نیاید و یا سرتون از تنتون جدا میکنم. نخیر من سرتون از تنتون جدا میکنم. به چقی آقای مورومسکی سنجاق سینه مادمازل لیدیا پیش منه. بله فهمیدید؟ من گفتم که پیش منه. من ابدا فکر بدی درباره شما نکردم. پس چی؟ ولی ایشون اومدند و گفتن که دخترم رو با دست خودم دارم تو باتلاق فرو میبرم. و شما در فکر گول زدن ما هستید و شما سنجاق سینه لیدیا جانو پیش رباخار گرو گذاشید. خب خودتون قضاوت کنید. من ناچار بودم که از این حرفا بزنم. نه فهمیدم فهمیدم این کار کیه. خب پس اگه این آقا دروغ گفته باشه تکلیف چیه؟ امکان نداره. خب اگر این آقای پس ببخشید اگه پس ترین دروغ ها رو به شما گفته باشه تکلیف چیه؟ آقای مورومسکی تکلیف اینه که من میخوام، میفهمید؟ من میخوام که اونو با پس گردنی از منزل بندازیدش بیرون برای همیشه. این قول رو به من بدید. ها میدید؟ بفرمایید. من این هم سنجاق سینه مادمازل لیدیا. بفرمایید. ببینیم پیش من بود آقای مورومسکی. حالا شما باید قولی رو که به من دادید انجام بدید. نه نه من اینو نمیخوام نمیخوام. یعنی چی؟ غیر ممکنه، امکان نداره. ببینید آقا اینم سنجاق سینه، مگه کوری؟ آقای مورومسکی خواهش میکنم به قول خودتون عمل کنید. از شما میخوام فوراً قولی رو که دادید اجرا کنید به خاطر شرافت من. بسیار خوب اجرا میکنم. آقا ملاحظه میکنید اینم نتیجه دروغگویی. تردیدی نیست که این سنجاق خودشه. خدای من کجا هستم؟ منو به بازی گرفتن. مادمازل لیدیا خواهش میکنم گوش کنید، شما گوش کنید. گمشو دست کثیفت رو از لباس همسر من دور کن. خدای من یعنی چی؟ خدای من آقای نلکین این چرت و پرت ها رو کی به شما گفته بود؟ کجا شنیده بودید؟ نخیر نخیر اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. حالا دیگه وقت سوال و جواب نیست، حرف بسه. خواهش میکنم قربان.
آقای مرومسکی عزیز، حالا وقت عمل نفسان سرایی. این سنجاق شماست یا نه؟ بله، مال ماست. بسیار خوب، شما آقا بیرون. مثل این که دیگه شما اینجا کاری ندارید آی نلکین، بفرمایید بیرون. باشه، بفرمایید، من در خدمتتون هستم. همین حالا بچه ها برای مرک حاضرم برای دوئل. نه نه نه، هرگز هرگز، من نمیخوام، اجازه نمیدم. آقای نلکین برین، برید، خواهش میکنم برید. آقای عزیز، خدا به همراهتون، بفرمایید برین. آقای بس کنید، ولم کنید، خواهش میکنم. رفیه سب کنید. بسیار خوب، پس رضایت منو چگونه میخواهید فراهم کنید؟ چطور؟ چگونه؟ به چه وسیله ای؟ از شما میپرسم. شما میخواهید با من دوئل کنید؟ من پرابلم رو با دست خودم به دست شما میدم و شما هم قلب من رو نشانه گیری میکنید. بسیار خوب، ولی این کار شرط داره آقا. شرط من اینه که در مقابل هر شلیکی که شما بکنید یک بار به صورتتون توف بندازم. بله، توف بندازم، اینه شرط من. اگه حاضرید منم حاضرم، حتی همین فردا یا نه همین امروز آقا، همین امروز. های فیودور، بیا اینجا ببینم. فیودور، های فیودور، بیا فیودور، بیا اینجا، اینطور بهتره. این آقا رو با پس کردنی بندازش بیرون. اون مردکی جوانه، من دارم خواب میبینم. یادم دست حقیقت، آی حقیقت، پس نیروی تو کجاست؟ حقیقت، آدیو آدیو. چه چیزا میخواد آقا؟ طالب حقیقته. قربان، برای یافتن حقیقت با تمام دنیا رو بگردی و به گدایی بیفتی؟ بله، برو دنبال حقیقت آقا جون، تو هنوز جوانی، برو بگرد. مجلس چهارم. خب آقای مرومسکی، شما راضی هستید؟ کاملا، کاملا راضی هستم. نلکین کاملا عقلشو از دست داده. من هم راضی هستم. پس میتونیم همین حالا مسئله رو خاتمه بدیم. چگونه خاتمه بدیم؟ همونطوری که معموله، در خانه من اتفاق زشتی رخ داده، به من تهمت زدن. شما هم معذرت میخوام، منو بدنام کردید. با این لکه بدنامی دیگه من چطور میتونم همسر دخترتون باشم؟ آقای مرومسکی، خواهش میکنم، او نگید. من ناچارم قول شما رو به شما مسترد دارم، متوجه؟ یعنی برگردونم به شما هم مطمئن لیدی، هم مجبور، هم قلبتون رو پس بدید. پس بگیرید این قلبتون مال شما، خوشبخت باشید و منو فراموش کنید. بگذارید برم طلاق. منظورتون رو نمیفهمم میشلین، حرفا چیه؟ من درست منظور شما رو نمیفهمم. قلب پس دادنی نیست، قلب من مال شماست. او پدر جان، چرا شما ساکتین؟ بس رضای خدا حرفی بزنین، چرا شما ساکتین؟ ما مقصریم پدر جان، ما تقصیریم. بله بله بله، من آقای کریچینسکی، شما خودتون قضاوت کنید. من هرگز، نلکین به کلی دیوانه شده، شما نباید به حرفای اون اهمیت بدید. ولی برای من عکس العمل شما مهم بود. درسته که این خبرچین به من توهین کرد، ولی شما هم معذرت میخوام، کمتر از اون من تحقیر نکردید. آخه تکلیفم با شما چیه؟ باز فردا ممکنه کس دیگه ای بیاد بگه که مثلا من خدایی نکرده قمارباز هستم، حقه بازم. از کجا که شما فورا حرف اونو باور نکنید و از این و اون به تحقیق نپردازید و بگید آقای کریچینسکی؟ چطور چه حرفا؟ من با رسم و رسوم طبقه شما آشنا هستم، ولی شما باید بدونید که من هم عزت نفس دارم، نمیتونم اجازه بدم که با من چنین رفتاری بکنن. رسم من در زندگی اینه، یا به کسی اعتماد دارم یا ندارم.
راه سومی وجود نداره، نداره. نه جواهرات شما مورد علاقه منه، نه پول شما. هیچی نمیخوام. پولای شما فقط رشک دیگران رو علیه من برمی انگیزن. میشه تو رو به خدا، اگه هنوز منو دوست دارین، اگه حتی به اندازه یه ذره، فقط یه ذره دوستم دارین. آقای کریستوفسکی، معذرت میخوام، خواهش میکنم منو ببخشید. منو ببخشید، خواهش میکنم. حالا حتما اون رفته پیش بیکر. ما قبول کردیم که به شما توهین شده. میدونم که در دل شما ذره‌ای حس گذشت و ترحم وجود نداره، اما بگین از ما چی میخواین؟ شرایطتون رو بگین، ما حاضریم تمام شرایط شما رو بپذیریم. آقای مورمسکی میپذیرید؟ آه لیدیای مهربان من، قلب خوب و پاک و مهربانی در سینه شما میتپه. آیا من شایسته این قلب هستم؟ میشل این حرف رو نزنین، گناه داره. خب آقای مورمسکی، پس دستتونه بدید به من. زود باشید. بسیار خوب. بدید. آه بفرمایید. خب برای این که به همه این دو به همزنی ها و خبرچینی ها، عزیز من، عزیزان من، آقای مورمسکی، باید به این همه اینها خاتمه بدیم. من به شما پیشنهاد میکنم مجلس عروسی رو فردا برگزار کنیم، تموم بشه بره. باشه فردا باشه. و فوراً به ده استرشنوو میریم. بله بلافاصله به ده استرشنوو میریم. استرشنوو، ما داریم میایم به سوی تو. اما خواهش میکنم شما دیگه به نیلکین اجازه ندین دورو بر ما ظاهر بشه، وگرنه من خدا به همراهش، من دیگه با اون کاری ندارم. آه تمام شد. به من قول دادید، قسم خوردید. هر طور شما بخواید، هر چی شما بفرمایید حاضرم انجام بدم. سرم گیج میره. برای من فقط یک چیز در زندگی مهمه و اونم دخترمه. چون که به جز اون کسی رو در این دنیا ندارم. بله اجازه بدین. ساعت 10 شده، شما باید به منزلتون برگردید. لیدیای عزیز، شما ناراحت هستی؟ نه نه نه، چیزی نیست. شما همه چیزو فراموش کردین ها؟ بگیم بله. بله البته، صد البته، همه رو فراموش کردم. چه خوب. فقط یک چیز رو به خاطر سپردم. چی؟ اینکه شما لیدیا به من تعلق دارید. از فردا شما مال من هستید. بله میشل مال شما هستم. همه چیز باید فراموش. یک بار دیگه بگین که منو دوست دارین. شما باور ندارید؟ نه به این جهت نیست، میخوام یک بار دیگه این کلمه رو بشنوم. تو این کلمه نیروی خاصی نهفته است، یه چیز به خصوصی در اون هست، نمیدونم چیه، چیزی شبیه ترس و درد. درد؟ چرا درد؟ نه ترسین، این دردیه که من اونو با تمام شادیای دنیا عوض نمی کنم. خب بالاخره میگین دوست دارم. دوست دارم؟ میشل هیچ میدونی قلب من الان ایستاده، ضربان نداره. بگید ببینم این عشقه؟ نه فرشته زیبای من، این نیمی از عشقه، تازه شروع خواهد شد. نیمی؟ نه نه نه، میخواید منو گول بزنین؟ حالا که حاضرم در مقابل این احساس همه چیزو فدا کنم. بله همه چیزو، تمام دنیا رو. لیدیا متشکرم. خب آقای مورمسکی، وقت مراجعت به منزل را بیفتید. خب اشکالی نداره، ما حاضرین، حاضرین بریم. بفرمایید. خواهش میکنم لیدیا جان،
شما برید به همراه پدرتون. آقای مرومسکی ایشونو باید در رخت خواب بخوابونید، احتیاج به استراحت داره. لیدیا شما فردا یک عروس تر و تازه با نشاط خواهید بود. البته سب کنید. نه بهتر خود من بیام منزل شما، شما رو برسونم، بعد ببینم همه چیز مرتبه یا نه. بفرمایید آقای کرچیسکی، به مراتب بهتره که خودتون رو بله همراهی بله کنید و ترتیب همه کارا رو بدید. البته تو همینجا بمون، مواظب باشه. ببین اگه نهچین اومد دعوتش کن بیاد تو اتاق، به هر ترتیبی شده نگهش دار همینجا. همینجا حبسش بکن. آقای مرومسکی شما بفرمایید دم در، الان من میام. ببین بله. جلوی این نهچین باید بگیری هر ترتیبی شده. خودت فهمیدی؟ تا وقتی که من برگردم نگهش دار، من برمیگردم. فهمیدی؟ بله. جمع باشیم، من این بلدرچین رو همینجا به دام میندازم. بعد دیگه همه کارا به دست خودم خواهد افتاد. اون وقت هر طور که لازم بدونم ترتیبشه میدم. اون دیگه به خانه مرومسکی راهی نخواهد داشت. کارها رو طوری ترتیب میدم که دیگه نتونه قدم به اونجا بگذاره. خب آقای کرچینسکی بفرمایید بریم، حاضریم. بله بریم. اجازه بفرمایید، من باید کلام برمیداشتم که برداشتم. این دیگه چی این دیگه کیه؟ فیودور، این کیه در میزنه؟ هیچ کس رو نمیپذیرم، شنیدید؟ هیچ کس رو راه ندید؟ عجب آقای، چه خبره؟ پشت در کیه؟ اشخاص دیگه هم همراهش هستن، خیلی عصبانی، داد میزنه که درو باز کنی. خب پس معلوم میشه این آقا دلش میخواد من اونو همین جا بکشم. آقای کرچینسکی محض رضایی خدا آروم بگیرید، متوجه باشید این کارا معنا نداره. آقا آی رسولیه، بله برو با پس گردنی از پشت در دورش کن. اطاعت افسائه. آی کرچینسکی مثل این که الان 5 نفر هستن. 5 نفر؟ یعنی چه؟ به تو میگم برو آقا، وقتی به تو دستور میدم رسولیه فوری برو انجام بده. بمیر ولی انجام بده. بمیر آقای کرچینسکی قربان، مگه مردن کار سهل و آسونی که بمیرم؟ سب کنید. یعنی چه؟ اجازه بدید من خودم میرم، این جریان رو خودم باید خاتمه بدم. فکر کردم من کی هستم؟ من اونو مثل سگ میکشم. آقای کرچینسکی. بله. افسر کلانتری اومده و دستور میده درو باز کنید. افسر کلانتری. سب کنید درو باز نکنید، خواهش میکنم درو باز نکنید. هر کسی اول وارد بشه جا به جا کلش رو خورد میکنم. این مبله بده من ببینم. افسر کلانتری گفتی؟ افسر کلانتری سب کنید، همه این نقشه هم هم خورد، نقشه برام شد. باز کنید. لیدیا جان این همون دازه، اون راهزن، این دازه بیشن یک تیک شیشه رو به جای جواهر پیش من گرو گذاشت و پول هنگفتی گرفت. ای دازه بیشن، توقیمش کنید آقا، خودشه، توقیمش کنید، زودتر این دازه توقیم کنید. سب باشید، از جب جکون نخور، جکون نخور رئیس. آی بیشن، کجا میخواید فرار کنید؟ دازه بیشن، سکون. آقای بیک آروم باشید، خواهش میکنم آروم بگیرید. آقا شما خواهش میکنم اسم و فامیلتون رو بفرمایید. من؟ شما؟ بله من بله زود. حتما من میخائیل واسیلیویچ کرچینسکی هستم آقا. بسیار خوب، شما آقا اسم فامیلتون چیه؟ آقای کرچینسکی. چی؟ آقای کرچینسکی تکلیف من چیه ها؟ خب اسمیتو بگو. من بی فامیلم. بله فامیل ندارم. بله از شما میپرسم اسم فامیل شما چیه آقا؟ قربان من که گفتم
فامیل ندارم، بی فامیلم. اسم اون آقا هست ایوان آنتونوویچ راسپیلیف. بیس از جا تکون نخور، نگیرید اونو، نگهش دارید، نذارید فرار کنه. آقای بیش دارید، من از شما خواهش میکنم بگیرید. شما که نمیدونید چه جونوریه، چه حیوان درنده ایه. حیوان درنده فرار میکنه. نگهش دارید. چه زاروبلا برای تیک شیشه از من گرفته برای یک سنجاق سینه تقلبی تقلب کرده. اونا باید زندونی کرد، باید حبس سنگ کرد. آقای محترم، آقای محترم، به اون کاری نداشته باشین، اونو راحت بگذارین. بفرمایید این همون سنجاقیه که میبایست در گروه شما باشه. بفرمایید بگیرید، این فقط یه اشتباه بود. لیدیا جان چی کار میکنی؟ لیدیا جان چه میفرمایید خانم؟ خودشه، خود خودشه. خدای من چه دختری، دختر نیست، فرشته آسمانی است. به 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 چه فرشته ای. واقعا که چه فرشته ای، چه دختری. آفرین به این کرامت و جوان مردی. باز هم زنها، باز هم نجات پیدا کرد. آقای مارومسکی، قربان، پس تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما؟ خانم محترم، باید فرار کنیم. باید از افتضاحی که به پاد شده دور چی؟ باید برگردیم ده. دخترم، ملکین عزیز، شما هم بیاد.